بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز جمعه 21 اکتبر 2016 میلادی و برابر است با 30 مهر ماه 1395. ساعت 3 بعد از ظهر با شما میریم به کانادا و دیداری خواهیم داشت با آقای دکتر کاظم افشارها، مدیر و مؤسس آکادمی کاوه که ایمیلشون هم همین هست info@kaveacademy، و ببینیم امروز درباره چه موضوعی صحبت میکنه. اونهایی که در دو سه روز گذشته یا در این هفتهی که گذشت برنامه های آقای حسن فیروزی رو، دوستی که بهایی هستند و به قول معروف خودشون میگن دارن بهایی میشن و سالهاست برنامه‌ای رو توی بنیاد مهرگان داشتن، سمینارهای بزرگی رو میذاشتن و فرصتی بود آمده بودن واشنگتن، سه تا برنامه اینجا داشتن که من آخرینش رو تا روز دوشنبه هم برای شما نشون میدم و میتونید با نوشتن یا تایپ کردن اسمشون حسن فیروزی توی گوگل یا یوتیوب اون ویدیوها رو ببینید. و اما آقای حسن ارشاد هم بیکار ننشستن و از ایران ویدیوهای آقای حسن فیروزی، هر دو هم حسن 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 حسن، ویدیوهای حسن فیروزی رو تماشا کردن و درباره برنامه ایشون یک ویدیو ساختن و ارسال کردن که اونو امروز ساعت 4 بعد از ظهر وقت واشنگتن و نیویورک و 1 بعد از ظهر وقت کالیفرنیا برای شما پخش میکنیم. اجازه بدید همینجا تشکر کنیم از آقای سفر دادور که اون روز هم در رابطه با کارهای خیری که ایشون انجام میده صحبت کردیم و تا کنون دو تا از دوستان لطف کردن و گفتن اونها هم مایل هستن که کمک کنن. ضمن این که آقای سفر دادور گفته بود که من از لحاظ پول احتیاجی ندارم، ولی این دوستان هم با من هم عقیده هستن که اگر خب من کمک کنم، شما کمک کنید، دیگران کمک کنید، آقای دادور دیگه به محدود به پول خودش نیست و میتونه خرج بیشتری بکنه. همونجوری که گفتم دارن کمک میکنن که مدرسه که در دسفول ساختن برای نابینایان و ناشنوایان در تهران هم یه مؤسسه یا یک مدرسه بسازن، احتمالاً کاملتر چون تجربه اونجا رو دارن، بزرگتر، بهتر، چون خودشون گفتن جمعیت تهران بیشتر است، و از طرفی کمک میکنن به یه دختر خانم کوچولویی که بینی نداره. وقتی میگیم بینی نداره، بله اینجوری به اصطلاح وقتی که دنیا آمده اشکال داشته اینجاش و قرار شده که دکترهای خیر، آدمهای خوبی مثل شما کمک کنن تا پدر و مادر اون هم بتونن مخارج و هزینه رفت و آمد و اینها رو داشته باشن تا به سلامتی وقتی که این دختر خانم چند سال دیگه بزرگ میشن یک صورت زیبا داشته باشن. امروز سیرت زیبا دارن، فردا صورت زیبا هم همین والا صورتش همین جوری هم زیبا و قشنگ، اون معصومیت کودکانه رو آدم در صورت این دختر عزیز میدید. من گفتم عکسش رو، سفر گفت که اجازه بده من از فامیلش سوال کنم و کار بسیار درستی هم هست. خب دوستان، فیلیپین هم با آغوش روسیه و چین پناه برد و به نظر میرسه این آمریکا کم کم خودش مونده و حوزش. درباره رئیس جمهور فیلیپین که یک ماه قبل هم، شاید کمتر از یک ماه قبل، دو هفته قبل هم به اوباما فوش داده بود، گفته بود سناب بچ، ولی بعد عذرخواهی کرده بود. حالا دیروز در مراسم باشکوهی در چین که خیلی هم ازش پیشباز شاهانهی کردن، برعکس اون بی تربیتی که با اوباما انجام دادن، اونجا اعلام کرد که ما دیگه تصمیم گرفتیم که از آمریکا جدا بشیم و بریم به طرف روسیه. به روسیه و چین هم گفت که من و شما و یعنی فیلیپین و روسیه و چین در مقابل دنیا. من نمیدونم چه این احمقات تا یکم دست راست و چپشون رو میشناسن میخوان روبروی دنیا وایسن به جایی که اونا رو هم دعوت کنن. در صورت یه دوستی برای من یک مقاله کوتاه و مختصر نوشته بود
و نوشته بود که این کاری که این رئیس جمهور فیلیپین کرده ایشون رو یاد آخرای دوره شاه انداخته که شاه هم یاغی شده بود و به قول معروف یابو ورش داشته بود و فکر میکرد که حسن آباد هم یه شهریه به بزرگی لندن و پاریس و سان فرانسیسکو. در صورت اینها با دست خودشون تیشه میزنن به ریشه خودشون و کشور خودشون. و حالا باید صبر کرد ببینیم که چی میشه. آمریکا گفت ما اصلا تعجب کردیم این یه دفعه بدون هیچ نامه‌نگاری، بدون هیچ صحبتی با سفیر ما، با سفیر خودش اینجا و اینها همچین چیزی رو گفته و حالا ازش خواستن که آقا دلیل چیه؟ احتمالاً اونم دلیل میاره که روسیه لابد بیشتر بهش میرسه. این هم از این. باید صبر کرد و دید که فیلیپین چه خواهد کرد. منوچهر عزیز تماس گرفت از بوستون، گفتم براتون که لطف کرده بود اون آبونمان خودش اجباری نیست، ماهیانه رو فرستاده بود، بعد نوشته بود که با تلفن هم تماس میگیرم. من فکر کردم اشکالی هست تو سیستم تلفن ما، ولی ایشون گفته بود که یکی دو روز کار داشتن و بالاخره وقتی تماس گرفتن دو تا پیام گذاشتن. پیام اولی که کامل بوده، درباره کتابهاشون صحبت کردن، درباره آقای حسن فیروزی صحبت کردن، آخرش گفتن لازم نیست اینو پخش کنید. و اما پیام دوم رو براتون میذارم که ببینید بعضی وقتا مثلا شما نزدیک یک دستگاه هستین، نمیدونم مایکروویو این کارو میکنه یا نه، ولی من یادمه ما اون اوائل که اون تلفن های سلولار فوران، نمیدونم اینا هم سلولار هستن، اصلا سلولار یعنی چی، اینا می آوردیم میذاشتیم نزدیک این بلنگوی کامپیوتر و اینها، شروع میکرد مثل اینکه پاپ کورن گذاشتی تو مایکروویو، هی تاپ 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 صدا میداد. کلی طول کشید تا ما کشف کردیم که این ماجرات چی بوده. بذارید ببینم که برنامه امروزمون هم ضبط میشه، با خیال راحت ادامه بدیم برنامه رو. بله ضبطم میشه. ساعت 3 بعد از ظهر با آقای دکتر کاظم افشارها خواهیم بود از کانادا، بهتون گفتم 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد ویدیو ارسال کردن از ایران و نشون میدیم. خلاصه بذارید پیام ها رو براتون بذارم و تشکر میکنم از خانم ماندانا که لطف کردن پیام گذاشتن، گفتن هفته قبل شما چند تا سوال رو فرستاده بودید برای دوستان، آقای سعیدی اومد صحبت کرد، آقای مصطفی زاده نظرش گفت، سعید نظرش گفت و دوستان دیگه، حالا ایشون هم میل داشتن که در این رابطه صحبت کنن، لطف کردن تماس گرفتن. 6 دقیقه و نیم تقریبا، نه 6 دقیقه چون آخرش دیگه صدا نمیاد، صحبت کردن، اونو من براتون پخش میکنم. ولی بذارید پیامی رو که منوچهر عزیز گذاشته 10 دقیقه اولش چون گفته پخش نکن، خب منم پخش نمیکنم، اشکالی نیست. و ماجرای کتاب من به شما گفتم، گفتم دوستان لطف میکنن، خیلی هم پول خرج کردن کتاب فرستادن، ولی من با اون وقتی که گذاشتم و با اون پول پستخونه به کانادا و پول پست به این ور اون ور رو که میذاریم، حقیقتا میبینیم این وسط فقط پستخونه هست که سود میبره. خود شما و منم که دیدید، هم من از این بر رفتم وقت گذاشتم اون کتاب فرستادم، هم شما از اون وقت کتاب فرستادید و فکر بکنید همچین ماجراهای منتظر شما هم خواهد بود. ولی اون نشریه‌ای که اتفاقا اون خانمی که گفتید، فکر کنم یا خودش شیرازی هست یا خانم همسر شیرازی هست، اون نشریه 40 دلار خیلی گرونه. خب من الان میدونم مشکله، چون اینها تیراژ بالایی ندارن، خرجشون بالاست، ولی 40 دلار و حقیقتاً چه احتیاجی هست این روزا. میبینید نشریه ها وقتی چاپ میکنن، بهترینش که فکر کنه الان میراث ایرانیان باشه، آقای دکتر شاهرخ احکامی 25 سال هست دارن این کارو میکنن، وقتی میرسه به دست من تمام خبرهایی که نوشتن کهنه است، اونم نه یه ما دو ما، بعضی ها 3 ماه کنه است. در صورت من بازم میخونم، مصاحبه های خوبی انجام میدن با این و اون، ولی این ماجرا و من دیگه فکری به نظرم نمیرسه. بهترین فکری که به نظرم رسید این بود که شما عکس بگیرید از کتابا، پیام بذارید یا برنامه شرکت کنید، اون رو چیز کنید و من در پست کردن و سفارشش و پول گرفتن و اینها هیچ نقشی نمیخوام داشته باشم. خیلی هم ساده خدمتتون بگم، یه دوستی تماس گرفت از کالیفرنیا و گفت مایل هست 200 دلار
به این هدف، نه که وقتی میگیم به آقای سفر داور، آقای سفر داور احتیاج نداره، به این هدفی که آقای داور داره $200 کمک کنه. برای من نوشت به اسم شما چک بفرستم، گفتم نه عزیزم به اسم خودش بفرست، چون من اگه به اسم من بفرستید من حالا باید یه بار داخل اینکام کنم، آخر سال یه بار به آیارس بگم آقا این $200 که من گرفتم بابا خرج کردم دادم به دوستم، اینا دردسر میشه. راه ها رو ساده کنیم. شما اگر تونستید و تصمیم گرفتید که کتاب ها رو از طریق تلویزیون مردم بفروشید یا از طریق یوتیوب بفروشید، راهی که من به نظرم میرسه اینه که خیلی ساده هر کتابی رو بگیریم. دیروز کتاب من نگاهی به شاه، اینجا آقای فیروزی تبلیغ نکردن، تشکری کردن از آقای عباس میلانی که این کار تحقیقی رو انجام دادن. در صورت پیام شما رو تا یادم نرفته پخش کنم. این پیام دومیتون هست که حدود 1:20 هست. حالا ببینید کجا بودید دیگه، اونجا به کسی زنگ نزنید. بفرمایید. این هم آقای منوچهر از بستان بسیار زیبا. آقا پارکینگای شما چرا اینقدر گرونه؟ ما دو ماه پیش اونجا بودیم $40 $36 برای یک ساعت لامصب ماشین اونو بفروشیم که ارزون تر در میاد. بفرمایید. آقای صاحبی من ادامه میدم، نه به خاطر ادامه صحبت های رویت حکومت ایران، فقط میخواستم ازتون معذرت بخوام چون این تحقیقه طول کشید و من بله. در صورت اینه عزیز من، اگه میخواید 10 دقیقه طول نکشه، بهترین کار اینه که شما یک قلم و یک کاغذ بردارید بنویسید 1 کتاب فروختن، 2 برنامه آقای حسن فیروزی، 3 ماجرای ایران. اینجوری باور کنید شما تو 3 دقیقه میتونید این 3 تا مطلب رو بگید. ولی وقتی تو ذهنتون میخواید بسپارید دارید حرف میزنید، ذهنتون مشغول فکر کردن به دومیه. اگر اینجوری نبود تمام اینایی که میان سخنرانی میکنن یه نوشته با خودشون نمیبردن. اصلا اینا شغلشون سخنرانیه، شغلشون سخنرانیه، ولی نوشته با خودشون میارن. حالا ما نمیخوایم ادعایی داشته باشیم، نمیخوایم پوز بدیم، ولی من سالهاست از موقعی که دبیر بودم حرف میزدم، از موقعی که تلویزیون بودم حرف میزدم. چرا هر روز اینقدر کاغذ می‌نویسم میارم میذارم؟ برای که اون اشکال پیش نیاد. تازه با همه اینها خیلی از دوستان میگن آقا داشتی راجع به این ماجرا میگفتی پریدی رفت رو اون ماجرا. درصد لطف کردید وقت گذاشتید این دوتا پیام گذاشتید، ولی من نمیدونم، خودتون گفتید پخش نکنید، بعد تو قسمت دوم هم میگید که من پوزش میخوام که طولانی شد. اینم از این ماجرا. بریم سراغ ماندانا خانم که ایشون در کانادا هستن و نظرشون رو راجع به چرا انقلاب شد، چی تو شد که ای تو شد بشنویم. بفرمایید. آقای سوربی با سلام، من ماندانا هستم. سلام به شما و بینندگان برنامه. یکی دو هفته قبل شما اوپس ببخشید یه دریچه دیگه ای میخواستم ببندم، ویندو میدیا پلیر رو بستم، عذر میخوام از شما. آقای سوربی با سلام، من ماندانا هستم. سلام به شما و بینندگان برنامه. یکی دو هفته قبل شما چند سوال رو درباره انقلاب ایران مطرح کرده بودید که چند نفر از بینندگان نظرات خودشون رو گفتن. من در مورد پرسش اول که باید خیلی مهمتر از بقیه باشه، با استناد به مطالبی که سیاستمداران قدیمی در این باره نوشته و یا اظهار نظر اونها بوده صحبت میکنم. اولی حرفای آقای دکتر مصدق بود در دادگاه نظامی که او رو محاکمه میکردن. وکیل ایشون سرهنگ جلیل بزرگمه که وکیل تسخیری بود و از طرف ارتش معمول این کار شده بود، بعد از انقلاب نوشت که من مدارک این محاکمه رو که با خودم به منزل می آوردم نوشتی و تهیه میکردم و اونها رو در جایی پنهان میکردم. گفت که پرستم اونجایشون هم عوض میکردم یا زیر گونی برنج یا تو پشت رخت خوابا و تو انباری و ایترمانده، و امیدوار بوده که روزی اونها رو بتونه به صورت کتاب به چاپ برسونه که این کار رو کرد. شاید اولین کتابی بود که در این باره بعد از 22 بهمن چاپ شد.
در اونجا نوشته شده که در دادگاه وقتی دادستان آن سرتیب آزموده او را متهم به قیام علیه مساله مملکت و سعی در برانداختن رژیم سلطنتی کرد، ایشون در دفاع از خودش گفت که من و یارانم همه طرفدار رژیم سلطنتی هستیم و ولی مشروطه سلطنتی که مطابق قانون اساسی باشه، همونطور که در کشورهای اروپایی سلطنتی هم هست که بهشون میگن constitutional monarchy. اداره مملکت باید به عهده دولت با همکاری و تایید نمایندگان منتخب مردم در مجلس باشه. و جمله دیگری که مستقیما به صورت پیام برای محمد رضا شاه در دادگاه فرستاد و گفت که اعلیحضرت شما جوان هستید و تجربه زیادی در سیاست ندارید، پشت به ملت و تکیه به خارجی نکنید، این خارجی روزی که منافعش دیگه ایجاب نکنه و احتیاجی به شما نداشته باشه دیگه شما حمایت نخواهد کرد و دستشو از پشت شما بر میداره و در آن وقت دیگه ملتی هم که آزرده شده از شما حمایت نخواهد کرد و شما تنها خواهید موند. و این درست همون چیزی بود که 25 سال بعد عیناً اتفاق افتاد. در سالهای 1350 از اون موقع به بعد که روز به روز فشار سیاسی بر مردم بیشتر می شد، در زمانی که اون حزب عجیب غریب و باور نکردنی دست تا حزب به وجود اومد، از مردم خواستن که یا عضو بشن یا از مملکت برن. دکتر کریم سنجابی در کتابی که یکی از شاگردانش قدیمی او در آمریکا که در اواخر عمرش اونجا بوده با او مصاحبه کرده و ضبط شده و از او اجازه گرفت که این رو به صورت کتاب در بیاره، ایشون هم قبول کرده به شرطی که فروش کتاب برای جبهه ملی فرستاده بشه. در اونجا نوشته که او و دکتر شاپور بختیار و آقای داریوش فروهر یه نامه سرگشاده درباره این حس برای شاه نوشتن و مثلا اون نامه در اون کتاب هست. نوشتن که ایران در لبه پسکوه سقوطه و با وجود آوردن این حس به نظر میاد که این سقوط حتمی است و خلصه بودن که شما خلصه به قول معروف چیشه رو بیخه بیشه گذاشتید. البته این نامه خیلی معدبانه است، گفت که منتظر جواب بودیم. یه هفته بعد ساعت 6 صبح پشت دیوار منزل هستهای اونها یک بمب منفجر شد که دیوار خونه خوابید. البته پشت دیوار حیات بوده، گذاشته بودن نه ساختمان خونه. اینم جواب نامه شد. حتی دوست صمیمیش و ایشون اون آقای علم در یادداشت‌های خودش نوشته که من به اعلیحضرت گفتم که چندین تن از استادان دانشگاه به من رجوع کردن، گفتن اگر اجازه بدید ما در مورد معرفی این حزب مردم یه مقدمه‌ای بنویسیم که یک کمی بهتر و ملایم‌تر و مردم پسندتر باشه. ایشون گفتن که لغتی با کار بود که من نمیتونم جا خود رو گفتن، یعنی شکر خوردن، به اونا مربوط نیست، بیجا کردن این حرفا رو میدارن. و این آدم ها درسته که با اون مخالف بودن ولی اینها همه دشمنان دانا بودند، آدم های وطن پرستی بودند، قانون اساسی رو میدونستند، به اون باور داشتن، احترام میذاشتند. اینها رو میگرفتن میداختن زندون، تدریس در دانشگاه محرومشون میکردن. اینا هیچ توجه به حرفای اونا نبود، فقط اطرافیانی که بلا قربان گفتن و تملق میگفتن جمع شده بودن. اینها دوستان نادانش بودند که دیدیم که به کجا کشید. حالا اون آقایی که تلفن زدن گفتن که انقلابی اصلا اتفاق نیفتاده، البته این عقیده ایشون هست و هیچ اشکالی هم نداره، ولی اگر اون چیزایی که یه سالم طول کشید، اون هزاران هزار نفری که در تظاهرات می اومدن، اینا اگر انقلاب نبود چی بود؟ هیچ کس کار نمیکرد، همه اعتصاب بودن. حالا بگذاریم که الان با هر کسی که حرف میزنیم میگه من هیچ وقت در اون تظاهرات نبودم، پس کی بودن اونها؟ اونایی که اون تظاهراتی که یه سرش تو میدان فوزیه بود تو تهران، یه سرش نزدیک میدان شهریار بود، اونها چه آدمایی بودن؟ چطور الان اینجا درست اون جمله معروفی که میگه پیروزی هزار تا پدر داره و شکست همیشه یتیمه، اینجا مصداق پیدا میکنه. ولی من فکر میکنم که در واقع رهبران این انقلاب همون سواد منصبان رژیم گذشته بود. متشکرم از وقتی که به بردارید.
بله رهبران انقلاب نه، اونهایی که باعث شدن انقلاب بشه همون صاحب منصبان بودن. فکر کنم منظور شما اینه. ضمناً اون آقایی که گفتید آقای سعیدی هست، دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر با ما خواهند بود تا درباره همین سوالا برنامه خودشون رو داشته باشن و اون روز هم یه جورایی قبول کردن که بابا انقلاب بوده. آقای سعیدی با این همه دانش و با این همه کتابی که خونده یک کمی اون تعصبش دست و پاشو بسته. مثل آقای مینویی هست که این فکر میکنم ترس از دوستان شاه اللهیش به اصطلاح نگهش میداره، هزیتیت میکنه، خودداری میکنه، ایشون هم همین. حالا امیدوارم این آخر هفته هم خوب فکر کنن درباره انقلاب، کلمه رو قشنگ توی فرهنگنامه بیارید نگاه کنید، بعد بیان در مورد صحبت کنید. شما گفتید اونها در حقیقت دشمنان دانا بودن. والا بلا دشمنم نبودن این بنده خدا، مخالف بودن، دانا بودن. شاه فکر میکرده اینها دشمن. در عوض درست گفتید، رفت سراغ یه عده دوست نادان، اونا رو دور خودش جمع کرد و اونها به دو دلیل هم نادان بودن هم چاپلوس بودن هی گفتن بله 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 بله, بله شما درست میگی. اینم فکر کرد که بلده. آقا بلد نبود، خانم بلد نبود، این نه درس سیاست خونده بود، اصلا درس نخونده بود، بچه ورزشکار تخسی بوده، باید میفرستادنش بره ورزش کنه، بره هاکی بازی کنه، بره اسکی بازی کنه، بره هنرپیشه بشه. شغل اشتباهی اومده بود، مثل ما هست که تو این شغل اومدیم اشتباهی، پول گیرمون نمیاد، داریم عمرمون رو تلف میکنیم. اونم همین کار کرد، عمر خودش رو تلف کرد، اوضاع رو هم خراب کرد. آقای سعیدی رو گفتم و شما خیلی قشنگ گفتید آقا اگه اینا انقلاب نبود پس اون تظاهرات چی بودن؟ چقدرم زبل شما باز این تظاهرات رو چسبوندی به یه موضوع دیگه ای که امروز به هر کی حرف میزنه میگیم من خوشحالم که جزو اون تظاهرات نبودم. من دروغ نمیگم، بنده جزو اون تظاهرات بودم، ولی جزو اونوریا نبودم، من جزو اینوریا بودم، من مأمور حکومت نظامی بودم جلوی اینهایی که تظاهر میکردن. حتی به داداش خودم گفتم شما اگر با دوستات بری تو خیابون بیای اون جایی که من هستم، چون متاسفانه من جزو نیروهای ویژه بودم، بهش میگن اسپیشل فورس، مال هوا بود و ما مأمور حکومت نظامی شیراز بودیم. بعدی که این همه زحمت کشیدم خودم منتقل کردم از خرم‌آباد و کرمانشاه و اهواز به شیراز، افتادیم تو جوش همین به اصطلاح حکومت نظامی و این شلوغی ها و اینها. بله شما درست میگی، مثل تمام ایرانی هایی که با هزار بدبختی و دروغ خودشون رسوندن اینجا، پناهجو بودن، پناهنده شدن، گرین کارت گرفتن، سیتیزنشیپ گرفتن، ولی اصلا میگن من نه آقا، پدرم ابراهام لینکلن بود، شما نگاه کن ریشای منم شکل اونه. یه نفرم مثل من میاد میگه آقا من افتخار میکنم که آمدم اینجا پناهجو شدم، این مملکت رو هم دوست دارم و چون دوست دارم ایراداش رو هم میگیرم. امروز برای یه دوستی که نوشته بود ببینی چقدر این خانم میشل اوباما سخنور خوبیه، گفتم بله ایشون سخنور خوبیه، شما اگه برید زندگی نامه اوباما و خانمش رو بخونید، این خانمش از اوباما شغل بالاتری داشته توی اون دفتر وکالت و اوباما میاد استخدام میشه به عنوان مثلا دستیار یا معاون این کار میکنه که بعدم هی میخواد اینو ببره بیرون. اون مثلا یه جورم میگفته با من که با تو نمیتونم برم بیرون، بالاخره میره بیرون. معلومه که این سخنور تر از آقای اوباماست، ولی اگه شما میخواید ببینید امروز که داره اینجوری از کلینتون تعریف میکنه، 8 سال پیش چی گفته در رابطه با کلینتون، امروز که خیلی ساده است، گوگل کنید What Michelle Obama said back in 2008 باید ببینید چی گفته. اینه که شما میبینی اینم مثل ترامپ. یه وبسایت، یه فیسبوکی هست، صفحه هست به نام شاد چیزشم باشه، وبسایتشم باشه، دامپ ترامپ. این کلمه دامپ برای ماشینم مثلا بارش خالی میکنه میگن دامپ کردن، دست توالت هم که میرن طرف میگه رفته تیک دامپ، یعنی خودشو خالی کرده دیگه. بعد بعضی وقتا حالا باید ببینی جمله چجوریه، منظورش این دامپه یا اون دامپه. دامپ ترامپ حقیقتا چون این میگن آدم کثیفیه، اصلا مثل همون توالت که آدم میره
مدفوع، اینم اینجوریه. و توی اون اومده برای شما یکی یکی حرفایی که امروز میزنه، میگه مثلا من مخالفم حقوق حداقل دستمزد بره بالا، چند مدت پیش گفته باید بره بالا، چند مدت دیگه گفته نباید بره بالا، وقتی گفته نباید جنگ کنیم بعد نشون میدن که گفته باید جنگ کنیم. یکی یکی حرفاشو نشون میده به شما که یک روده راست، چرا راستی اینو میگفتن، یه روده راست توی بدن این، والا حیف مرد، حیف انسان، حیف هر چیزی به این بگیم، جانور، حیف جانور. بله، در هر صورت ممنون و متشکرم. یه دوستی به نام آقای پرویز، تا حالا من اسم شما رو اینجا و اونجا ندیده بودم ولی خوشحالم بهتون خوش آمد میگم. یه فیلمی ما از آقای سفر دادور و آقای اسدی، من قبلا از طریق تلفن یا از طریق اسکایپ با آقای اسدی که نابینا هستند در ایران ولی فعالیت‌های به اصطلاح هنری و اجتماعی زیادی دارن صحبت کردم. خیلی خوشحالم که آقای اسدی، از طریق آقای دادورم باش آشنا شدم، همکاری میکنه با آقای سفر دادور و این ویدیو رو براتون میذارم از امروز تا دوشنبه بعد از برنامه آقای ارشاد که ببینید دوستان آیا من و شمایی که واقعا دو تا چشم داریم به اندازه این جوان، این مرد نابینا واقعا فعالیت میکنیم، دانش داریم، از همه چیز میدونه و خیلی هم down to earth، خیلی هم خاضعانه میگه ما که چیزی نمیدونیم و اینها. و در صورت برنامه های اینجوری ویدیو خیلی کوالیتیش خوبه، اشکالشون اینه که دوربینو که گذاشتن اونجا، این لپتاپ ها رو وقتی روی میز میذارید دوستان، صدای اون موتور پنکش به اصطلاح زودتر از شما میره. بعد میدونید که حالا نمیخوام داخل اون چیزا بشیم، سیگنال های مختلف یا دی بی های مختلف، که مثلا اون صداها مثل که بیشتر اثر میکنه. بهترین کار اینه شما حتی اگر با چیز فیلم میگیرید، اگر با تلفنتون فیلم میگیرید، از همین گوشی و میکروفون تلفنتون استفاده کنید، این میکروفونه رو بکشید بیارید نزدیکتر از خودتون، اونجوری شما نزدیکترید به این میکروفون، جهتش هم بچرخونید به طرف خودتون تا اون لپتاپ، صدای وورور موتور هوای به اصطلاح پنکه لپتاپ میاد. و برای من خیلی جالبه آقای اسدی که نابینا هست، خب ناشنوا که نیست، وقتی آقای سفر دادور صحبت میکنه بهش میگه آقای دادور یه مقداری بلندتر صحبت کن، سفر دادور خودش میگه من لورم، خیلی آدم ساده‌ایه، خیلی آدم بیریاییه، یه مقداری هم شرم و حیا داره، جلو دوربین و اینها هنوز جا نیفتاده، خیلی جا میره تو این کتابخونه مارتل لوتر کینگ، اصلا از صبح تا عصر که تو این شرکتش کار میکنه با کارگرها و اینها همه داره صحبت میکنه، ولی هنوز اونجوری برای تلویزیون و برای ویدیو و اینها به نظر من باید یک کمی بیشتر کار کنه. دلیلش هم چیه؟ دلیلش اینه که دو سه تا برنامه بیشتر نذاشت و بعد رفت دنبال این کارا و میگن چی؟ کار نیکو کردن از پر کردن است، نه اینکه خودمون رو پر کنیم با چلو کباب. اینجا این معنی پر کردن یعنی بیشتر انجام دادن. خانم ماندانا ممنونم از شما، لطف کنید هفته‌ای خودتون رو موظف کنید 5 دقیقه 10 دقیقه از مشکلات زنان، چه در ایران، چه در کانادا، چه در دنیا، از اخبار و اتفاقات کشوری که توش زندگی میکنید، اخبار و اتفاقات ایران، همونجوری که خانم شایسته الهامی لطف میکنن مقاله مینویسن، شما هم لطف کنید پیام بذارید ما رو کمک کنید. هم ببینید وقتی شما داشتین این کار میکردید منم داشتم روزنامه‌های ایران رو نشون میدادم، همه بکنیم یاری تا تلویزیون مردم بکنه تلویزیون داری. خب مرسی، متشکرم. و یونایتد وی فور ایران، نمیدونم این یونایتد فور ایران یه خانمی هست، من دو سه بارم براش ایمیل نوشتم متاسفانه یا خوشبختانه جواب نداده. این دوستان منو یاد آخوندا میندازن، معروفه دیگه، میگن آخوندا دست گرفتن دارن ولی دست دادن ندارن. یه جوک خیلی قشنگ گفتن، میگن یه آخوندی افتاد تو استخر یا توی آب رودخونه چیزی داشت خفه میشد، همه آمدن گفتن آخوند آقا سید دستتو بده به ما تا نجاتت بدیم،
نداد. یه نفر اومد گفت همه ساکت باشن، من میدونم چجور با این آخوندها رفتار کنم. گفت حاج آقا این دست منو بگیر. تا گفت دست منو بگیر، آخونده دستش آورد بیرون، اینم دست آخونده گرفت و یا اون دست اینو گرفت کشیدش بیرون. این دوستان ایمیل میفرستن، البته یه اشکالی اینجا هست، این ایمیل های زیاد و تعداد زیاد من که میفرستن به اصطلاح چیز هست، از یه پروگرام های دیگه استفاده میکنن. آقای فکر کنم این آقای افشار هاست، ایشون قرار ساعت 3 با ما باشه. آقای افشار ها شما هستید؟ آقای سروی ببخشید در مزاحم شدم، من تصویر و صدا اصلا ندارم، برنامه رو شروع نکردین یا ایرادی در کار ما؟ شما از کجا دارید ما رو نگاه میکنید؟ هیچ جا اصلا نمیبینم، صفحه سیاه هیچ جا، مثل همیشه من کلیک کردم و نه. بگید رو مردم تیوی هستید، بگید رو فیسبوک هستید. الان با تلفن دارم صحبت میکنم، ولی کن من مردم تیوی رو گرفتم که هیچ تصویری نمیبینم. آها خب اجازه بدید من یه نگاه کنم، چون من رو فیسبوک دارم خودم رو میبینم. گاهی وقتا باید کامپیوترتون یه خاموش رو روشن کنید خاموش. تا من در ساعت 3 بعد از ظهر من از طریق اسکایپ با شما تماس آره میگیرم. ولی مایل هستم ببینم در حال آن چیزی نمیبینم و چشم خواهش برونش. ممنونم، خدا نگهدار. خب اجازه بدید تا من یک کاری انجام بدم و بیام مطمئن بشم که اونجا هم هستیم. گوشی خدمتتون. ما هم مثل این اینایی که تکنیشن هستن و برای دل، اچ پی، مایکروسافت کار میکنن و شما وقتی تماس میگیری، این میخواد برای که 5 نفر رو در آن واحد با این تلفن جواب بده، به شما میگه که کامپیوترتو خاموش روشن کن. تا شما کامپیوتر خاموش روشن میکنی، کامپیوترت هم حالا میخواد خودشو آپدیت کنه و اینا، یه مقداری طول میکشه. بعد که آمدید میگه درست شد، میگه نه، میگه حالا مودم و راوترت هم خاموش روشن کن. دوباره به اون یکی هم همینو گفته، همینجوری دور میزنه. حالا منم دانسته یا ندانسته به آقای افشارا گفتم شما کامپیوترتو خاموش روشن کن. من اینجا اشکالی ندیدم، ولی الان اینجوری کردم. بذارید حالا ببینم فیسبوک که داشتیم، حالا ببینیم تلویزیون مردم هم اینجا تصویر داریم یا نه. و بذارید حالا ببینم فیسبوک که داشتیم، حالا ببینیم تلویزیون مردم هم اینجا تصویر داریم یا نه. و بذارید حالا ببینم فیسبوک که داشتیم، حالا ببینیم تلویزیون مردم هم اینجا. حالا این دلیلی که پیچش صدا ایجاد میشه خیلی ساده است، چون ما تأخیر داریم. من اینجا حرف میزنم، بعد دارم تصویر خودم رو از تلویزیون مردم نگاه میکنن، بعد اون آقای جنتلمن خوشتیپ صحبت میکنه، صدای اون میاد میره تو دستگاه ما، دوباره صدای برمیگرده میره تو میکروفون، میره اونجا دوباره برمیگرده، همینجوری یه جوری میشه. آخرش انقدر تکرار میکنه، این همون دوتا آینه تو فیزیک اگه بذارید و یه نفر این وسط باشه، تصویر بی نهایت، اینم انقدر پیچش پیدا میکنه که آخرش فقط به صورت یه سیگنال و سوت میزنه. اگه یادتون باشه، یا امیدوارم همچین تجربه نداشته باشید، کنسرت های خوب رفته باشید، بیشتر کنسرت های ایرانی طرف وقتی با این میکروفونش میاد نزدیک گیتار یا نزدیک اون که یه حرفی بزنه، سوت میکشه که همه میگن آخ، تا دو روز گوشهاشون درد میکنه. این برای اینکه اول این دستگاهاشون کهنه و قدیمیه، دوم اونی که به اصطلاح مسئول صدا، سیستم صدا هست، اون ستپ خوبی انجام نداده، نتونسته اینها رو از همدیگه دور نگه داره که صدای این داخل اون نره. بعضی وقتا شما با قرار دادن یه دستمال روی میکروفون باعث میشه که صدای اون بلنگو توی میکروفون نره. نگاه کنید اخبارو که دیدید امشب، وقتی که این خانم یا آقای از تو خیابون میخواد برای شما خبر پخش کنه، برای که صدای اون موتورگازی اون طرف خیابون، صدای اون بچه‌ای که داد میزنه، حالا چون تلویزیون دیده میخواد اذیت کنه نیاد، یک چیزی مثل بستنی، یه تیکه ابر روی میکروفونش هست. این ابر با وجودی که سوراخ‌های زیادی داره، صداهای اونور اونور، یعنی به دلیل اینکه سوراخ‌های زیاد داره، صداها میرن تو اون نمیمونن، و قوی ترین صدا که نزدیک به اون که اون خانمه هست یا اون آقای هست به گوش من و شما میرسه. این هم درس امروز. خب
ممنونم. پیام خانم ماندانا درباره پرسش‌های هفته پیش رو پخش کردیم. آقای حسن فیروزی سه برنامه داشتن در تلویزیون مردم براتون گفتم. آقای حسن فیروزی دیروز وقتی اینجا خداحافظی کردن از تمام کسایی که ویدیوهاشون رو نگاه کردن باهاشون تماس گرفتن، یا از طریق ایمیل یا از طریق به اصطلاح تلفنی که داده بودن تشکر کردن و گفتن که امیدوار هستن بتونن هفتگی برنامه بذارن. اگر کسی مایل هست این آقای حسن فیروزی که 77 سالشه ولی هم خودش هم خانمش هنوز کار میکنن، ممکنه احتیاجی به کار نداشته باشن. چرا کار میکنن؟ کار میکنن که اون پولی رو که در میارن صرف اهدافشون کنن. اهداف ایشون چیه؟ یکیش ترویج و تبلیغ برای بهائیت. میگه ما بهائی‌ها اولی که بهائی میشیم این وظیفه اولیمون هست که درس اخلاق و نماز و روزه خودمون رو به جا بیاریم، قسمت دومش این هست که تبلیغ کنیم. بعد خیلی خوشحالم، جالب بود برای من که توی این سه تا برنامه من دو تا چیز رو که دوستان دیگه میگفتن و بعضی از باهائی‌ها میگفتن دروغه و همچین چیزی نیست، آقای حسن فیروزی گفت بله این درسته. یکیش این که باهائی‌ها دنبال این هستن که حکومت بهاءالله یا بهائیت حکومت جهانی پیدا کنه. اینها میگن درسته که ایران مقدسه، کشور ما هست، ولی برای ما فرقی نمیکنه. ایران، اسرائیل، فلسطین، روسیه، انگلیس همه مهم هستن و اصلا مرز نباید باشه. پس اینا جهان وطنی هم هستن. حالا میخواین متهمشون کنید به کمونیست بودن، اون به شما هست، به من مربوط نیست. یه چیز دیگه ایر که من برای چند تا از دوستان بهایی گفتم و باورشون نمیشد که آقای عطا معینی سانسورگر هست توی جی ال ویز و به من گفته که حسن ارشاد ویدیوهاش که میاد برای من بفرست یا برای دوستان بیت العدل و نمیدونم خانه های چیز بفرست، اونا تصمیم. گفتم آقا من اولا نه نوکر شما هستم نه کارمند شما هستم، شما ممکنه به این بچه هایی که برات کار میکنن زور بگی برای مای 2000 دلار که بهشون میدی کارهایی که نباید انجام بدن ازشون بخواه، ولی به من نمیتونی زور بگی. نه شاه تونست به من زور بگه، نه آخوند تونست به من زور بگه، نه میذارم شما به من زور بگی. آقای حسن فیروزی دیروز تو برنامه گفت که به ایشون هم زور گفته، گفته آقا یه جایی رو بگی سمینار و فلان اینها میذاریم. یعنی چی؟ یعنی من شما رو قبول دارم، منیجمنت شما، منیجر بودن شما، مدیریت و مدبر بودنتون رو قبول دارم، همچنین که ایشون رفته اون قرارداد و اینها رو نوشته. بعد گفته حالا به من بگو ببینم کی میاد چی میخواد بگه. حالا دیگه ایشون بازترش نکرد، ولی اینم هست توی ویدیوی سومشون حسن فیروزی روز 20 اکتبر حتما ببینید. اینم نتیجه باز بودن در تلویزیون مردمه. اینجا یک شرکتایی که خیلی کارشون خوبه میگن ما پالیسیمون اینه، اوپن دور پالیسی، که یعنی اون رئیسی که نشسته اونجا در رو نمیبنده، ببخشید حالا با سکرتارش لاس بزنه، در رو نمیبنده با یک کس قراردادهای زیر میزی ببندن و اینها، در باز کارمندی چیزی میتونه بیاد شکایت کنه و مراجعه چی میگفتن ارباب رجوع میتونن بیان شکایت کنن و الی آخر. و این باعث شده که آقای حسن ارشاد از ایران بیاد اینجا صحبت کنه، که خیلی این دوستان بهائی تشویق کردن، اون خانم فرع دوستان فامیلشون، اون آقای ایرج مشتاق بود، اون آقای مطلبی بود، دوستان دیگه همه گفتن خیلی خوبه. وقتی که کم آوردن بعد گفتن نه آقا باید ایشون رو سانسور کن. آقا من نمیکنم همچین کاری. در صورت امروز برنامه حسن ارشاد ساعت 4 بعد از ظهر، خودم هنوز ویدیوها رو ندیدم، اون به نظرم میاد ویدیو جالبی باید باشه. این هم از این. و منوچهر رو هم گفتم از بوستون، و نمیدونم پیام شما رو برای آقای حسن فیروزی بفرستم، چون شما توضیحی که دادید و راجع به اون آرایشگر و اینها دیروز همین جوری زمینی وقتی بعد از برنامه داشتیم با ایشون چای می‌خوردیم. بله ایشون دو بار در برنامه، اولشون گفتن سربی به من چای نداده، بعد ما چای دادیم، عکس هم گرفتیم که سند داشته باشیم. وقتی داشت چای می‌خوردیم صحبت کردیم که منوچهر از بوستون چنین گفته و ایشون هم از شما تشکر کرد. اینم از این ماجرا. خب دوستان عزیز، شما میدونید مشکل جهان از کجا درست شده؟ میگن مشکل جهان حالا ببینید
از این ور دیدید همه دارن تلاش میکنن برای این کودکانی که آسیب دیدن، مورد اذیت و آزار و تجاوز قرار گرفتن. حالا ببینید میگه مشکل جهان از کودکان آسیب دیده که امروز قدرتمند میشوند یا قدرت رو در دست میگیرن سرچشمه میگیره. باورتون میشه؟ اینه که من و شما نباید به کودکان اذیت کنیم، آزار برسونیم، آسیب برسونیم، چون اینا فردا پدر دیگران رو در میارن. خیلی این جمله جالبه، مشکل جهان یا مشکل جهان امروز کودکان آسیب دیده دیروز هستن که امروز قدرت رو در دست گرفتن. خدا میدونه مثلا این آقای ترامپ میگه من 2 هفته کار نجاری کردم، چه بلایی مثلا پدرش به سرش آورده یا اون کارگرا به سرش آوردن که امروز میخواد دنیا رو به خاک خون بکشه. و پرسش بعدیش اینه، خب این مشکل اینایی که قدرتمند میشن و تو بچگی نمیدونیم یه بلایی سرشون اومده، مشکل پیروان اینها چیه؟ اینایی که دنبال یه افرادی مثل هیتلر را میفتن، مثل موسولینی را میفتن، مثل اون نمیدونم مال روسیه قد هست که دیگه اسماش یادم را استالین را میفتن، مشکل اینا چیه؟ مشکل اونا رو فهمیدیم، اونها کودکان آسیب دیده دیروز بودن. اینم اگه یه کسی وارد باشه، احتمالاً خانم دکتر بهیه جیلانی در این مورد صحبت کنه، ممنون و متشکرم میشم. امیدوارم که آقای افشارها هم به دلیل اینکه ما از اینجا یه چیزی رو عوض کردیم، هم خودشون خاموش روشنی کرده باشن، قادر به دیدن برنامه باشن و بتونیم ساعت 3 هم با همدیگه صحبت کنیم. و لطف کنید ساعت 3 اون برنامه‌ای که دارید میبینید اون رو خاموش کنید تا تمام قدرت و جوس اینترنت شما بره روی اسکایپ، چون اسکایپ وقتی ویدیو میخواد پخش کنه مثل که ماشین هست، یادتونه میگفتن رادیو خاموش کنید، بخاری یا ایرکاندیشن خاموش کنید، چراغا رو خاموش کنید وقتی میخواین استارت بزنید، چون این استارت یه نیرو و یک جوس و یه امپ زیادی میخواد، اگه اینا رو نزنی ممکنه رادیوت بسوزه، بعد ممکنه چون اینا هست اون قسمت کویل و دلکو و نمیدونم اون قسمت اگنیشن یا جرقه زدنش کار نکنه، هیل ور رادر رادر استارت بزنید. این استارت زدن ما تو ایران برعکس میگفتید، اینجا میگن کرانک، وقتی روشن میشه میگن استارت، ما اونجا میگفتیم استارت بزن، یک کلمه انگلیسی رو آورده بودیم، بعد میگه اوکی حالا که روشن شد. اب نداره، همین که بتونیم منظورمون رو با هم بیان کنیم بدونی که تو پرانتز بنویسیم. من برای شما می‌نویسم عکس آقای سفر رو ببینید، دیگه نمی‌نویسم عکس تو پرانتز فرتور آقای سفر رو ببینید. ما باید بتونیم با هم چیکار کنیم، کلکل کنیم، گفتشونو داشته باشیم. بله، اینم که مال قبل آقای افشارا نوشتن که سلام، تصویر و صدای برنامه‌تون برقرار نیست، علت از کامپیوتر من است، ما است یا علت دیگری دارد؟ با احترام افشارها. آقای افشارها قربونت برم، مگه ما میایم بگیم علت از ماست؟ همیشه سعی میکنیم یک کسی دیگه ای رو به اصطلاح بلیم چی میشه سرزنش کنیم. نمیدونم حقیقتش که علت از شما بوده یا من، ولی من اون کاری رو که باید انجام بدم از اینجا که مطمئن بشم انجام دادم و چک کردم دیدم اینجا کار میکنه. بعضی وقتا الحمدلله چون بیننده ها زیادن، اینا سروره دیگه، ما یه دونه خط از اینجا میفرستیم، بعد پول میدیم به اونا، اونا تو سرورهای مختلف میفرستن. مثلا ممکنه برای قسمتش کانادایی که شما گذاشتین، مثلا میگم برای 500 نفر گذاشتن، شما شدی نفر 501. اینو قانونا اینا به ما گفتن که شما unlimited هستی، یعنی هیچ محدودیتی نداری. ولی من با آدم ساده لوی باشم که باور کنم این شرکتای بزرگ، این مخصوصا اینایی که ویدیو استریمینگ میفروشن، ایمیل میفروشن، نمیدونم این چیزا، حقیقت رو بگن. ممکنه اونم باشه. حالا اگه لطف کنید تو همین اسکایپ برای من بنویسید که الان میگیرید یا نه، من با خیال راحت تری به اصطلاح برنامه رو ادامه میدم. وقتی هم برای من نمونده 14 دقیقه، و توی این 14 دقیقه اجازه بدید ببینم که چه چیزی رو براتون بگم. گفتم که سعید نوشته درباره فیلیپین، این احمق من رو یاد شاه میندازه، به قول شما یابو برش داشته، این نمیدونه که فیلیپین امروز فیلیپین هست، اول به خاطر کمک‌های اقتصادی آمریکا، دوم در جنگ جهانی آمریکا بسیار کشته داد که فیلیپین را از جنگ ژاپن بیرون، از چنگ ژاپن بیرون بیاره،
کشوری که جزیره بزرگی بود، نه ارتشی نه جنگنده‌ای، اگر آمریکا نبود امروز فیلیپین تکه تکه شده بود و ژاپن این جزیره را به خاک خود اضافه کرده بود. حالا بگذاریم که این احمق نمیدونه چین منتظر هست. ببینم که بر آقای افشارها دارن برای ما مینویسن. جالبا اونجا ایشون شروع میکنه مینویسه، اینجا یه قلمی میاد رو کاغذ میگن که به اصطلاح نشون میده، میگه دوست شما داره مینویسه. این یعنی نشون میده که این کامپیوترها تو همه چیز ما دخالت دارن، میدونن شما داری چی کار میکنی، الان داری چای میخوری یا رفتی باغچه آب بدی یا داری با دوستت حرف میزنی. خب چین منتظر هست که ارتش آمریکا از فیلیپین و ژاپن بیرون بره تا این مردم را به روز سیاه بنشونه. فکر کنم جوان باشه این رئیس جمهور و هنوز یادش نیست که همین ژاپن امروز در فیلیپین چقدر جنایت کرد، از تجاوز به زنان گرفته تا قتل و غارت. آمریکا این کشور جنگ زده را به یکی از بزرگترین تولید کنندگان تبدیل کرد، از نظر اقتصادی تقریبا مثل ژاپن شده بود، یه شاه هم براشون گذاشته بود آقای اکینو که فوت کرد و خانمش که یادت میاد 3000 جفت کفش داشت، ولی هرچه بود مردم خوشحال بودند. حتی بعد از ثابت کردن حکومت اکینو جمهوری شد و اکینو فوت کرد، در همان فیلیپین به خاک سپردند، خانمش هم برگشت به عنوان ملکه سابق. میگه که آقای افشارها بله همان کاری که شما کردید مشکل حل شد، بنده هیچ کار به خصوصی و اضافی نکردم. خب ببینید این آقای افشارها از من خیلی تجربهش بیشتره، فوری دونسته که ما این کلک رو میزنیم به طرف، گفته حالا بذار سوری اون اشکالی که برطرف کرد من بهش میگم که سوری اشکال از اینجا نبود، اشکال از اونجا بود. در صورت بذارید براتون بگم، ما اینجا دو تا سیستم داریم، یکی بهش میگن پول، نه پول خودمونا، پول یعنی کشیدن، دیدید رو درا نوشته پول یا پوش، ما همین دوتا رو داریم، یکی یعنی پول که به اون شرکت اجازه میدیم از کامپیوتر ما این ویدیوها رو بکشه، یکی بهش میگن پوش که ما خودمون از اینجا میفرسیم به سرور اونها. من بعضی وقت باید همیشه دوتاشو روشن کنم، هم به اونها اجازه بدم چون ممکنه اون قسمت کانادا رو اینها دارن پول میکنن و این قسمتشو ما با پوش میفرستیم، باید یادم باشه پوش پول به اصطلاح دوتاشو کار بندازم. خوشحالم که شما هستید و میشنوید که چی میگید، بعضی وقتا بهتره که حرفای منو نشنوید، دلیلش هم بهتون میگم. آقای یزدان خداوند رو یک هفته تحقیق و مطالعه و مطالعه و تحقیق سالها رو مینویسن، بعد وقتی میخوان برنامه خودشون شروع بشه میگن قبل از این که من به برنامه خودم به اصطلاح برسم و صحبت کنم میخوام حرفی رو که شما دو دقیقه پیش زدی، ای آقا اینجوری که بس مسیر برنامه عوض میشه. اینه که شاید بهتر باشه که اصلا موقع برنامه من شماها گوش ندید، فکر و حواستون برای برنامه خودتون باشه، ناگفته نماند. آقای افشارها ایشون هم معلم بوده، هم مدیر این آکادمی اینها هست، هم سخنور و سخنرانه، سخنرانی هست که برای سخنرانیش پول نگیره، مثل من و شما مجانی حرف نمیزنه و حرف مفتم نمیزنه، در هر صورت باید پول بگیره تا حرف بزنه. خب برگردیم به این ماجرا، بس دیگه، حالا باید صبر کرد ببینیم فیلیپین چه به سرش میاد، آیا این قدمی که برداشته بهتر بوده یا بد بوده. و اما دوستمون از خلیج فارس نوشته جنرال عرفا، اگه اشتباه نکنم داداش ایشون اینجا هست، دکتر عرفا، در کتابش به عنوان زیر سایه شاه درباره سفر رضا شاه به ترکیه که از همراهانش بود بخشی را چنین نقل می‌کند. دیروز یه صحبت خوبی هم دیروز هم پیروز آقای حسن فیروزی درباره اتفاقاتی که الان در ترکیه می‌افته، ماجرای آتاتورک که دیگه الان این اردوغان حتی حاضر نیست بگه آتاتورک پدر ترکیه، اسمشو فقط میگه و اینها صحبت کردن. ولی ببینید حالا همون سیستم آتاتورک هم چه اشکال داشته، میگن که رضا نقل میکنه رضا شاه شب زود میخوابید،
بدین علت و به خاطر شاه مهمان آویرای آنکارا از برنامه‌اش را شروع کرد و قبل از 8 شب رضا شاه خوابید، به خاطر که مهمونشون زود می‌خوابیده برنامه‌شون زود شروع کرده. در آن زمان آتاتورک استفاده از دستگاه‌های موسیقی سنتی را ممنوع کرده بود، یعنی به کلی ایشان غرب زده شده بود و تصور می‌کرد بدین صورت پیشرفت کرده یا پیشرفت می‌کنه. این جنرال ارفع می‌نویسد بعد از اویرا یا اوپرا هست مسکه، اوپرا نخست وزیر وقت ترکیه تمام اعضای همراه رضا شاه را به خانه خود دعوت کرد و با اجرای موسیقی سنتی و خوانندگان سنتی ترک و دستگاه‌های موسیقی شرقی همه تا نیمه شب در ضیافت ایشان بودیم. میگه وقتی این را خواندم به این فکر افتادم، وقتی که نزدیکان کس و فامیل و اینها به حکم رئیس خود ایمان ندارند و عمل نمی کنند، موضوع با یک اعلان و یا حکم خاتمه نمی یابد. فیلم زمینه را ببینید، دیشب در اصفهان بوده. سوالم این هست، این همه وعظ و ارشاد اسلامی این نتیجه را به بار آورده که چه کسی برای این سردمداران آموخته که اسلامی شدن. فیلم دومی هم هست. نه، من این فیلم رو پخش نمی کنم، میخوام بذارم خود شما بیای هفته یه بار این فیلم ها، این تصویر ها، این عکس ها، شما از اونجا بگی سوربی الان فیلم شماره 3 رو نشون بده، من فیلم شماره 3 رو نشون بدم، شما نگاه کنی بعد بگی این شما تفسیر کنی. اینجوری شما درسته که لطف میکنید و وظیفه تهیه کنندگی به اصطلاح برنامه من رو انجام میدید، ولی از طرفی یه جورایی من برنامه مخصوصا الان که آقای افشارها ساعت 3 میان، آقای یزدان خداوند رو ساعت 3 میان، آقای سعیدی ساعت 3 میان، من برنامه محدود شده به 1 ساعت. و اگر قرار باشه یه دوستی مثل شما که این همه تجربه داره 4 تا ایمیل بفرسه، 2 تا ویدیو بفرسه، من اینجا فقط میشم آپریتور. یعنی دیگه سوربی که زندگیشو گذاشته که بیاد، نمیخوام بگم زندگیمو گذاشتم که در خطرم، میخوان منو ترور کنم. دیروز این آقای حسن فیروزی باز قشنگ میگه آقا خانم شما چه کار کردید که دولت جمهوری اسلامی بیاد به تلویزیونتون پول بده؟ امروز من یه احمقشو انداختم بیرون، گفتم آقا شما برو همون دوربر رضا پهلوی اون بگی تو هم خوش باش، فکل کراوات بزن، $1000 بده پول چلو کبابی که اینا $7 خریدن، تازه پول چلو کبابی رو کشیدن بالا ندادن، برو خوش باش، چی کار داری به ما؟ بله پول میدن تا جونت درا، تا مگه میتونی از یه جایی پول بگیری من 25% بهت کامیشن میدم. در هر صورت نمیدونم، والا بعضی وقتا از این شاخه به اون شاخه به اون شاخه میپریم، تازه میاد به منوچهرم نصیحت میکنیم که بنویس، ما نوشتیم و گذاشتیم و تو پرونده گذاشتیم، باشم بازم اینجوری. خب اون یکی بود، عکسی بسیار جالب این را هم همین دوستمون فرستاده و بله بازم دنباله همون صحبت که مثلا همین عکس رو من اگه بذارم و نوشتشو بخونم اون وقت ببینید، اون فیلمم بذارم و چیز کنم هیچی نگاه میکنم اینا وقت من تموم شده. حالا اینجا کامرای 2 بله، صباح الطیبین میگه که منظره از بحرین، عکس قدیمی و جالب. بحرین صدها چشمه آب شیرین داشت که مردم از آن می نوشیدند، اکنون همش خوش شده. در این چشمه الاغ‌های سفید یا سفید معروف بحرین مشغول شستشو هستند. در سمت راست مسجد است، در سمت چپ بازار و دکان، در وسط پشت برج‌های قلعه‌ای ساخته شده توسط پرتغالی‌ها دیده می شود. این قلعه در ساحل غربی بحرین و روبروی شبه جزیره عربستان بنا شده. پرتغالی‌ها عثمانی‌ها را از بحرین راندند و بیرون کردند. پرتغالی‌ها بعد از اشغال بحرین به مدت 140 سال توسط ایرانیان که با کمک انگلیسی به آنها حمله کردند از بحرین رانده شدند. این جمله یکم غلطه، یعنی به مدت 140 سال اونجا حکومت کردن بعدن توسط این. دلیلش هم من میدونم، ایشون این پایینش اگه نگاه کنی نوشته sent from my iPhone. بعد آیفون وقتی مینویسید یا میگید مینویسه، بعد باید حتما بخونیدش ببینید اون چیزی رو که گفتید یا نوشتید اون درست چاپش کرده.
همزمان پرتغالی ها به جنوب ایران و تا کویت را هم اشغال کرده بودند. همزمان پرتغالی ها جنوب ایران، میدونید بندر عباس هم بندر گمبرون بود و اینا مال پرتغال، و ساختن قلعه های آنها در دو کلانه خلیج فارس تا حال باقی مانده. ممنون و متشکر. نمیدونم بوشهر هم بودن یا نه، چون بوشهر هم قلعه های قشنگی همون لب چیز بود، نزدیک دریا و اینها. و اما کانادا، خب میدونید که کانادا آمریکای شمالی و یک گروهی هستند که اینجا بهشون میگن کوکلوس کلان، یا سپتا کی انگلیسی میگن کی کی کی، و ببخشید یا چرا ببخشید، اصلا حقیقت اسپانیا به مدفوع میگن کی کی. حالا دیگه اینا ببینید چقدر مدفوع هستن که شدن کی کی کی. نوشته کانادا هم از راستهای افراطی در امان نیست. به نظر من اینا راستای افراطی نیستن، اینا نژادپرست بی سواد هستن که حتی خودشون هم نمیدونن چی هستن اینها. در صورت این مقاله هم روی فارسی بی بی سی بود و جالب اینه که اینایی که میگن ما نمیخوایم مسلمونا باشن، مسلمونا حجاب دارن، اینها همه جا هستن، تو کانادا هم هستن. حالا ببینید خودشون که وقتی میدونن این کاری که میکنن کار شرم‌آور و غیرقانونی هست، خودشون این ماسکا رو میزنن. چیزی که هست اینا این ماسکای سفید رو میزنن، مسلمونا لباس مشکی میپوشن. این مال آلمانه چون نوشته پولیسای و پرچم آلمان هم اینجا هست. در هر صورت خدایی اگه وجود داره آخر و عاقبت همه ما رو به خیر کنه که این نجات پرستی شدیدی که الان به اصطلاح اینجوری شدت پیدا کرده و اینها بدونی که اصلا یه سوادی داشته باشن ماجرای ژن و ژنتیک و اینها رو بدونن، هی فکر میکنن که همه چیز رو میدونن. نمیدونم دنیا به کجا میرسه. بذارید من همینجا از شما خداحافظی کنم، چون این هفته من 5 تا برنامه داشتم. درسته که من مجری برنامه چیز نبودم، ولی اینجا کمک میکردم. ما این هفته تقریبا هر روز برنامه داشتیم، سه شنبه، پنج شنبه، دوشنبه، چرا از اول نمیگم دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه. به صفحه ویدیوهای ما که میری روی یوتیوب همه اونها رو اونجا میبینید. میریم سراغ آقای دکتر کاظم افشارها، ببینیم که ایشون بله همینجا هستن. تماس میگیریم و میکروفون ایشون رو هم درست کنیم به طرف این طرف. حالا ببینیم ویدیوی آقای افشارها رو هم، بله ویدیو هم داره نصب میشه. آقای افشارها ازشون خواهش میکنم که اگر مردم تیوی روشن هست اونجا خاموش کنید و تصویر شما بسیار خوب، نور خوب، ولی خیلی از ما دور نشستید، نکنید به دوری و دوستی باور دارید. حالا این دفعه دیگه نه، ولی دفعه دیگه سعی کنید یک کمی کامرا رو نزدیکتر بیارید تو ما. الان که رو خط نیستیم. چرا قربان؟ چرا روی خط هستیم الان؟ ایرادی ندارم به هر حال. بله نه الان اینجوری نقشه هم پیدا میشه. خب شما لطف کنید در دوربین نگاه کنید تا ما شما رو هم داشته باشیم. و بله اجازه بدید بگید که امروز هم در چه موردی صحبت میکنید. من بذارید فقط تصویر خودم و شما رو بذارم در کنار هم دیگه و بگم از این که شما با ما هستید و در کنار ما هستید بسیار خوشحالیم و بازم ممنون. من توی برنامه خودم هم تشکر کردم که شما به دوستان خیلی قشنگ بی‌تعارف توضیح دادید که با خودتون مستقیما تماس بگیرم. یه بار دیگه ایمیلتون رو میدونم info@kaveacademy.com، شماره تلفنتون رو بفرمایید تا من بنویسم رو برنامه‌تون. 905 737 737 51 58 51 58. خیلی هم شماره سرراستی هست. خب این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان بفرمایید و بگید که امروز موضوع برنامه شما چیه. باز میکنیم جناب آقای سربیبا. بسم الله الرحمن الرحیم و هو خیر و ناصری. یا من هو اختفا لفرق نوره الظاهر الباطن فی ظهوره.
الحمدلله الذي خلق السماوات والارض والذي يحق الهادي يذهب الباطل بجزيب الشبهات الصلاة والسلام على سيدنا رسوله البشير النذير محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين و سلام و درود بی پایان بر یک تاپرستان عالم بر معتقدین به خلاق عرض کنم که کون و کائنات و ملک و ملکوت و مؤمن به صاحب یوم الدین و با سلام به شما آقای سربی و تشکر برای ایجاد تسهیلات ممکنه و لازمه. عرضم به حضورتون که قبل از هر چیز من چیزی در روی این صفحه نمیبینم. باید نبینم، درست میگم یا نه؟ بله بله، نبینید اونجا چون تصویر من مستقیم میره توی سیستم، تصویر بله. شما میره توی سیستم، ولی دوستان خروجیش و تصویر من و شما رو میبینن. بله بسیار عرضم به حضورتون آقای سربی هست گفتش که نظم و بند و قافیه بر هم زنم تا که با این بیسه با تو دم زنم. اینه که بگیم در مورد مسئله خاصی میخوایی صحبت کنی، از نقطه نظر فن خطاب اصولا قدری ممل میشه، یعنی ملالت آور میشه برای شنونده. کلاس درسی نیست، برحال ما یک ربعی معمولا مباحث روز رو شنیده ها، تلفن هایی که زدن، احتمالاً صحبت هایی که شده را انجام میدین و در این یکی دو جلسه که جلسه قبلی و این جلسه باشد مختصری هم برای ایجاد زبان مشترک منطقی بسیار بسیار پریسایز و خیلی مختصر مفاهیمی از مقدمات منطق برای دوستان بیان خواهیم کرد، تبیین میکنیم، با هم تاکی میکنیم، رد و بدل میکنیم که بدانیم وقتی اصولا میگیم دلیل بخواییم بیاریم، دلالت میخواییم بکنیم، نظر شخصی یا سند و اسناد رو به جای دلیل ارائه ندیم، کاری که خیلی ها انجام میدن. این هستش که در واقع جلسه به این جلسه مقدمات مختصری منده درباره اصطلاح منطق خیلی مختصر خواهم گفت و اصل ماجرا هم همونطوری که خدمت دوستان قبلا عرض کردم بحث وجود و ضرورت این است طریق منطقی برای ارتقاء معنویت بشر. اصلا هم نوعیت دین مطرح نیست، عرضم به حضورتون که بحث مذهبی نیست، این کاملا یک بحث لاجیک است، یک بحث منطقی است که چرا واقعا ضرورت داره. در همینجا من لازم میدونم بگم که آقای محمد رضا پهلوی خدا بیامرزدش بران مسلمان بود و ما به همه هم خدا بیامرزی میدیم، ایشون در یک مصاحبه‌ای که داشت با اون بودن فلانچی حرفا میگن این اندازه وجود خدا اهمیت داره که اگر نعوذ بالله شبنده میگن اگر خدایی نبود بشر باید خلق برایشون یک زمانی پادشاه بود است و گفت پادشاه هم میشه من ملوک و گفت کلام الملوک ملوک الکلام. زندگی و هستی و استمرار معیشت در دنیای خاکی بدون اعتقاد به ثانه کل عمرش برخلاست. دنیا باید تلاش بکنن بگه یکی بگه میکروب بوده، یکی بگه نمیدونم خده دریا بوده، یکی بگه میمون بوده، یکی بگه انتر بوده که بخوان چی رو ثابت بکنن من نمیدونم، چه تا احتمال سر هم بکنن. اون حرص کنن داروین که خود از زیر سوال از سالا بگذریم یک مسئله گفت دست بیان دنبالی اون رو بگیرن که بخوان نفی الله کنن، نفی خدا کنن. تو هم های گردوسان باهایی که من صحبت بکردم گفتم اگرچه بسیار بسیار من در نظر به اصطلاح اعتقادات مذهبی با فرقه شما تنافر یعنی جدایی داریم، اما چون نهایتا تا جایی که بنده اطلاع دارم موحد هستید پذیرایم، چون همیشه من میگم
به هر دین و هر آیین و هر روشی دارید، اما قبول سامع و پروردگار در استمرار زندگی معنوی انسان ها خیلی نقش داره و کسانی که قبول دارند، بنده صرف نظر از نوعیت به حساب روش و رفتار مذهبی و دینیشون سر تعظیم بهشون فرود میارن، و برای کسی هم که منکر هستن، من منکر نمیدونم، کسانی که نتونستن خودشون رو پیدا بکنن، نتونستن به یک اصطلاح حقی، به یک ریسمانی، به یک چیزی دست بندازند و ذهن خودشون رو آرام بکنن، اونها را هم میگوییم که لعنهم الله علی قوم المنکرین، کسانی که این کار میکنن. حالا اونا که اعتقاد ندارن، حالا چه فرق داره که بگیم رحمه الله، چه فرق داره بگیم لعنهم الله، فهم نداره. بنابراین در این ابتدایی که شما فرمودید در چه موردی میخواید صحبت کنیم، مورد را بنده جلوتر روشن کرده هم. بحث ایجاب و ضرورت منطقی دین و اعتقاد به صانع یکتاست از برای بهبودی بشر. دوستان عزیز، اگر قرار باشد نباشد میشود همین نجاستی که الان شما میبینید در کشورهای غربی، عموما خصوصا در توی امریکا الان دارید ملاحظه میفرمایید، دیگه ماها یک آدم مهمن به لباس پیغمبر و روحانی نیستیم، لااقل این اندازه. حالا اگر تفکرات مذهبی است و خانم ها واقعا اتئیست و بی اعتقاد باز هم در زمره آخوند روحانی میگذرن با خودشون، بنده میخوام این عرض داشته باشم که دین و اعتقاد به خدا سازنده انسان هاست، سازنده انسانیته. شما ملاحظه بفرمایید کشورداری غرب که بر مبنای فلسفه یومانیتی به اصطلاح، یعنی اصالت به انسان دادن، از 300-400 سال قبل خیلی رشد کرد، همه جانبه هجوم آوردن تو این مقصد جا بندازن، فمینیست از قالب همون در آمد، حقوق بشر از قالب همون در آمد و و و این مسئله علم بودوره کن که حکومتگری در مبنای پارلمانتریزم و ایجاد قانون و اینی که آقا ما با قانون خدا کاری نداریم، قانون خودمون، ملاحظه کنید آیستان و دیگر دوستان عزیز، چقدر هزینه می شود و وقت گرفته می شود و عرض کنم که بازی های عجیب و غریب در میاد که انتخاب کنن، انتخابات کنن، بعد مجلس درست می شود. حالا ببینیم چه هزینه هایی و وقت گیری هایی داره، مجلسی درست می شود، قانونی وضع می شود، برای اجرای این قانون پلیسی تعیین می کنن، بیلیارد ها دلار هزینه برای پارلمان، برای انتخابات، برای ایجاد پلیس. برای عرضم به حضورتون که از همه اینها مهمتر، اگر کسی خلاف آن قانون تبدیل بگیرن بدنش قوه قضاییه، خوب اینها رو انتگره کنید، جمعش کنید با همیدن، جمع جمعی ببینید چه هزینه، چه انرژی، چه وقت گیری هایی طلب میشه در انجام این کارها که یک قانونی وضع کنن و به صحت مردم اجرا کنند. تازه 95% به محضی که توانستن آن قانون را عمل نمی کنند، چون از خوف پلیس، از خوف محکمه است. اگر اصلا مسئله نداری که از این اصلا کامنینس ها به من گفتش که ما بیشترین ضررمون از دزدی، گفتن چی مگر دزدی هم می کنند. شما که دوربین، گفت آقا شما چی میگی برادر، بیشترین ضرر ما دزدی است. دوست عزیز، بیننده ی گرام، وقتی قرار بود ترس فقط از پلیس و از محکمه قضایی باشد و از معنویت جدا شد، دیگه دزدی عیبش از بین میره. میگن دزدی ناگرفته شاهه، چرا دزدی نکنه؟ اوکی بگم، تجاوزهای جنسی و مسائلی که پیش میاد قبحش از بین میره تا اون حدیست که ترس داره، به محضی که دید پول داره، اگر مسئله انجام داد وکیل میگیره و میره به اونجا و غرامتش رو میده، کمای که کرده همون کلینتون خبیث، زمانی که یک زمانی
فرماندار بوده در یک جایی نمیدونم همون استاندار بوده، یه گردم بودور تو خاطر دون هستش که یک سکرتری داشته است، دربانی داشته است، نمیدونم یک کسی بوده بودن پالا جونز. این حرامی لحیمه لعینش رو به این نشان میده. خوب توجه کنید، ایشون شکایت میکنه 480 هزار دلار میگیره، 150 هزار 200 هزار میده به اون فکر مکناش و باقیش میزه تو چیش. زمانی که انسان خوفی نداشت از عاقبت کار جز خوف مسخره دنیایی، همینی میشود که شده است. و دوستان عزیز، مقامات سیاسی یادتون باشه، من پیش حقوق آقای ظریف وزیر خارجه رو دارم، یه وقتی در مطبوعات بود بریدم نگه داشتم، می نویسن برای کلمات قصار 450 هزار تومان در این ماه، مثلا 3 تا کلمه قصار، 3 تا مسئله قصار گفتن ایشون 150 هزار تومان از هر کلمه قصاری. کلمه قصار و این کلمات کوتاه پر معنا معنا دار. این کلمه قصار را از حدیر فدوی بشنوید. اگر ایران، اگر کشورهای دیگر رو ببینید، امروز یک کم بالا هستن، پایین هستن، عقب هستن، جلو هستن، 3000 سال، 10000 سال، 2000 سال، نمیدونم، کاری ندارم به تاریخ چون اعتقاد به تاریخ ندارم، اینها سابقه داره. امریکا کل 400 سال، 300 سال، 500 سال. این کلمه قصار را از من بشنوید که اگر به همین مسیر امریکا و امریکایی ها پیش بروند، به 100 سال نخواهد کشید که نه از تاج خبر محمد و نه از تاج گذار. حالا هی بگن ما نیرو داریم، ما تمدن داریم، سیویلیزیشن داریم، آزادی داریم، جامعه منهای معنویت در خناست. اگر هم تا کنون باقی مانده است، به یمن و میمنت همین معنویت و معنویت سازهای کلیسا، کمیسه، سینابود، مسجد و غیر زارک هست. ما ها همه خانی هستیم، همه خواهیم رفت، اما گفتار میمانند. این وضعی که پیش گرفته با عنوان سیاست منهای دین، دوستان همجا توجه بفرمند، ادهی هستن که میگن آقا سیاست دین کاملا جدا، یک اسمایی هم میذارن برای خودشون، کاری به اسمایی نحسش ندارن، سکولاریزم و غیر زارک. یک ادهی هستن میگن فقط سیاست، یک ادهی هستن میگن فقط روحانیت. اگر نمیدانید بدانید، ما در هم ایران هم در بین روحانیان بسیار افرادی داریم که مطلقا در سیاست نیستن، که اینها واقعا همون ملا و طلبه و شیخ قدیمی باقی موندن با نهایت علمی هم که دارن، یا همین فریستا و یه حرفا تا زمانی که وارد سیاست نشدن، پس شدن یک عده افرادی که فقط سیاسی هست و میگن دین به کارش نداریم، یک عده هستن روحانی هستن میگن به سیاست کار نداریم، یک عده که بنده هم دنبال روی اونها هستن به سردستگی مرحوم مدرس رضوان الله تعالی، این سیاست، سیاست ما این دیانت ما، دیانت ما این سیاست ماست. این به مفهوم ادغام همیشگی و از هر خرمنی، از هر مجموعه‌ای خوب برگزیدن و بعد ارائه به انسان کردن ناشی می شود. بنده می خواست به اصطلاح در این مقوله صحبت کنم، نه جنگیست، نه عرض کنم خدای نخواسته ناسزاییست، نه عرضم بحضورتون تبلیغیست، یک تبیین منطقیست از برای بشریت و برای انسان ها. حالا اگر 3 نفر می شنوه احلم از سرمه، اگر 3 میلیون نفر بشه من بازم احلم از سرمه، ما این کار خودمون رو انجام میدیم. دنیا باید با معنویت تو هم باشد. آقایان خانوم ها، خطای 4 تا پلیست، جفای 10000 روحانی مسلم و مسلم و نمیدونم یهود و غیر زالک رو نگذارید پای اینی که دین و اخلاق آسمانی ضرورتی نداره. اگر در نظر نگیریم میشود همین، شما میدین در اسرائیل 40 آدم به کشتن، اونا تا حالا 400 تا دختر و پسر مسموم میکشن، میگن میدویده چاقو دستش بوده تیروارانش کردن سربازه.
از معنویت نباید انسان دور بشود. توجه داشته باشین در حدود 1000 سال بیشتر، 1300 سال قبل، چون امام جعفر صادق تقریبا در سال 83 هجری به دنیا آمد و 140 هم بود، اشکال ندارد، ایشون بزرگترین مکتب و محفل دینی رو داشته، تلامیزش، دانش آموزاش و شاگرداش کسانی بودن مشابه ارز کنن که اون حنفی و ارزم حضورتون، یعنی ابو حنیفه که خودش واضح مذهب حنفی است که میدونی چقدر هم گسترش داره در فرق چارگانی اسلام. ارز کنن که عالم ابن انس بود که مربوط به مالک ابن انس که اون هم مذهب مالکی رو داره، چون میدونی ما 4 تا مذهب داریم، مالکی و حنفی و شافعی و ارزم حضورتون که محمدی. خوب، جنید بغدادی دانشمند معروف، یعنی صوفی بسیار وارسته و بالا و بلند مرتبه، شاگرد ایشون بود. حالا ببینید چه کسانی در پی محفل درس ایشون بودن. رئیس فرقه معتدله ارزم بزرگ که فاصله ابن عطا، این طور مجلسی داشتن، هیچ وقت هم مرافعه نبوده، هیچ زمانی، فقط صحبت بوده، تبیین بوده، بیان مطالب بوده، خیلی راحت و خیلی خوب. با اینی که ایشون میفرمود کلب الکوفی خیر من شر صوفی، یعنی سگ کوفی از شر صوفی بهتر است، اینقدر مخالفت با تصرف داشتن، ولی باز هم میگم جنید بغدادی از شاگردان شد. هیچ وقت اینها مرافعی نداشتن. من نمیدونم، اگر من یک اختلاف عقیده، نه اختلاف عقیده، اختلاف روشی با آقای ایکس داشتن، آقای ایکس با آقای زی داشت، چرا میپرند، چرا فحاشی میکنند، چرا اول یک دیالوگ منطقی به همدیگر میپرند و انگ میزنند، واقعا جای تعصب و جای تعجبه. ها صحبتی داری مطرح میکنی، دلائل قوی باید و معنی، نرک های گردن به حجت قدی، آقایی که شما در تلویزیونت میشینی هی داد و بیداد میکنی، فحاشی میکنی به زن و چه مردم، آقایی که در نمیدونن تلویزیون شبکه چی میگن، یک میگن، شبکه اول میگن، چی میگه اون آقا، کانال یک، و خودش سوال تر میکنه، میگه یکی بیاد به ما بگه. خب وقتی گفتی یکی بیاد به ما بگه، معنای معقول و منطقی اینه که آقا یک کسی بیاد به شما بگه، نه مونولوگ ها به قول طلبه ها متکلمه وقتی شوید رو من بر خودت بگی، یکی بیاد به من بگه، و 20 تا جواب در مقابل سوال خودت بگی، یعنی خودت هم پاسخ خودت بگی، یکی بیاد به من بگه کار رضاشت چیش بد بوده، بعد خودش شروع میکنه به گفتن، حالا شما میخوای بری بگی، تلفن جواب نمیده. نهایت به حساب خباست رفتاری و عقلانی. خب از آدمی که در حال حجم مطالعاتش روی حرفاش همش همی بوده که من از 18 سالگی نمیدونم دایم امن دست من گرفته برده تو اون تشکل بودم، از این بیشتر نیست. آقا شما میایید من بنده یک سوالی مطرح میکنم، میگم آقایان برادران بزرگوار، گفت البینه تو علی المدعی، یعنی کسی که ادعایی میکند باید دلیل بیاره. من یک سوال دارم الان، این سوال مطرح میکنم و بعد کسی جواب بده به من. ای کسی که معتقد هستی خدایی در کار نیست و خودت را بی خدا می دانی، دلیل بیار برای بی خدایی. چرا شما از ایکس و وای می خواهید که دلیل بیارم خدا هست؟ ما می گیم اگر معنای دلیل را شما بدانید، البته در درس امروز شد، یعنی در صحبت امروز بیان خواهم کرد دلیل چی هستش، دلالت کدام هستش، چه کار میکنن، چه دل اصلا دلیل یعنی چی و چند حالت داره و چی جور هست. ما میگیم آقا اجماع یکی از دلائل است، البته دلائل مهمل است، اسناد و اسناد جز دلائل مهمل است، دلیل هست، سند هست، ولی دلیل نیست، دلائل
دلیل عقلانی بایستی باشه. خب شما یه دلیل میاری برای که خدا نیست. این شیوه از کنم نمیگم مرموزانه، چون خود رمز و راز هم یک به اصطلاح ذکاوتی میخواد. این شیوه ابلهانه است که ما بیم بگیم آقا تو بیا ثابت کن خدا هست. خیلی میگم آقا همونطور که تو میگی بابامون گفته خدا هست، از قدیم هم گفتن، اجماع دنیا هم گفته هست، ما میگیم خدا هست. تو بیا ثابت کن خدا نیست، شما باید ثابت بکنی. من به پای حرفهای افرادی که تظاهر به اتئیسم میکنن، تظاهر به بی خدایی میکنن بسیار نشستم. 2000 مبتلات سر هم میکنن که بخوان نمیدونم من بخوان چی بگم. آقا قلب فرم یک سلولی بوده در تو دریا، یک نمیدونه فرزن حضورتون که میمونی بوده در روی درخت، یعنی چی آقا؟ اصلا ما از نظر علمی میگیم مطلق بی حرفا کار نداریم. از لحظه ای که انسان به عنوان هر اسم میخواه بشه بذاریم، آدم بذاریم، انسان پایش را گذاشت در روی دنیا، از اونجا بحث میکنیم. درست مثل علوم دقیقه. آقا این خانم ها میدونن که ریاضیات اسم دیگرش علوم دقیقه است، ما علمی دقیق تر از ریاضی نداریم. همه علوم رو شما نگاه کنید بر مبنای اصل یا اصل اولیه یا اکسیوم برقرار میشه. در مکانیک نگاه کنید، در نور نگاه کنید، در کیمستری ملاحظه بفرمایید، در ریاضیات هم که ماشاءالله تا دلتون خواد اصل داریم، در منطق هم داریم، در بحث انسان و خداشناسی و کون و مکان شناسی هم ما اصل میگیریم از لحظه ای که بشر آمد روی زمین. این توضیحات با اینی که در دستور کار امروزم نبود، چون جناب سروری فرمودن چه بحثی، بس الکلام یجر رو هر حرف رو میاره، ولی همه در قالب همان منظور داره انجام میشه. یکی از دوستان چیزی نوشته بود، به نظرم آقای سروری به بنده ایمیل کرده بودن که اگر شما خدا بودید، اگر شما قدرت مطلق بودید، اولا فرد محال بهتر اینه که نکنی، فرد مطلق نیستی. بعد هم چرا شما فرض میکنید که خارج از دستتون هست؟ آقا جناب سربی، شما شخص مختلفی هستید. زمانی که یک درختی در توی خونه دارید، 2 میلیون پشه یا مورچه دارن از ریشش میرن که برسونه خودتون به درخت گلابی، به گلابی های درختتون، تشریف میبریم به کنیدین تایر یا به کاسکو، یه دونه پیپاکی اسپری میگیریم، میاد یه اسپری میدنی، 2 میلیون پشه یا مورچه رو میکشید. خوب یادتون باشه این نوعی خودپرستی است که انسان خودپرست مختلف فکر کنیم دنیا فقط یعنی همین که ما نازمامانی باشیم، هیچ که به هیچ که کار نگیره، همه با هم خوش باشن. آقا چرا نمیدونن سوریا آدم بکشن، چرا جنگ اول جهانی اینطور؟ آقا کره خاکی، این کره ای که من و شما هستیم، و آن ذره که در حساب ناید این است، هیچی نیست. اینقدر بنده نکنید مسئله رو، اینقدر بزرگش نکنید. شما اگر در تابستان ببینید هر شب یکی دو تا عرض کنن که شهاب ثاقب، اینها ثابت شده بزرگترین کراتی هستن که اصلا ماه و زمین و فلان پیشش هیچ به حساب میاد. اصلا فرض کنید کل کره برود، خب برود چه ایرادی داره؟ چون ما بحث کائنات میکنیم نه بحث کره زمین. رو بدی تمام مسائل میارن میبرن تو کاخ سفید واشنگتن، یارا با چی؟ آقا در کائنات داریم میگیم، در کائنات، در جایی که اون خدایی که شما میگین قادر متعال یا اگر نیروی مطلق بودی 2 میلیون پشه را کشید. خیلی هم تازه سرفراز این به خانم بچه ها میگیم که گلابه احسان عالیه چون خوب سنباشی کرد، اما یادتون باشه در کائنات، در پیشگاه آن خدایی که خدا پرستان که میگن بر همه چیز اشراف دارد، تعریف عدل آنی نیست که تو ذهن من میگنجه، چون عالم کون و مکان لایتناهی است.
مجروح لایتناهی در ظرف متناهی نیلی کنجا آقا یه قبول کنید یکم توجه به این نکات که انسان رو بر این وادار میکنه یعنی میرسونه وادار نمیکنه که بگیم آقا ما خیلی چیزاست که نمیفهمیم و نمیدانیم اما اگر ندانستیم و نفهمیدیم یک نباید دست به تخیلات عجیب و غریب و واقعا خنده‌دار بزنی دو نباید آن را انکار کنی خبارم من نمیبینم انکارش کنم چه دلیلی داره در بحث ریاضیات وقتی ما میگیم لیمیت میره به سمت بی‌نهایت مخاطب میپرسه آقا بی‌نهایت چه میگه میچو بی‌نهایت یعنی هر چی در نظر یکی ببر روش میشه بی‌نهایت میگه یعنی چی میگه اگر خود علمای ریاضی هم میگن که ذهن وقتی خواست اونجا بره کور میشه ذهن فقط بپذیر نمیتونی نپذیری چون تمام این مسائلی که امروز میرن به کرات دیگر و ادعا دارن قمر کردن و نمیدونن ایل کردن تمام اینا بر مبنای همون لیمیتی که تو میگی من نمیدونم یک کم انسان باید توجه داشته باشه موجود مهمی هستی خلیقت الله این در روی زمین انکار نمی کنی شأن داری اما به شرطها و شروطها انسان میباید نسبت به خالق خودش حالا هر کی هست من نمیفهمم واقعا اینایی که میگن میمون 15 تا احتمال میارن هی میگن احتمالاً آقا عزیز من یه اصلی برای خودت قبول کن بگو عزیز من انسان آمد ما به خیلی از چیزا نمیفهمیم با کار بچه همونه نمیتونیم بفهمیم دروغ میگه نمیفهمیم داره دروغ میگه داره طرف کشکست میزنه نقشه میکشه برای ما نمیفهمیم میلیون ها چیز در دوره بر ما میگذره که ما متوجه نمیشیم بعد میخواییم بیاییم در اونطور مسائل به اندازه ای که ضرورت علمی ایجاد میکنن انسان بایستی پیش بره اینه که به هر حال شما فرمودید که چه مسئله رو میخواییم مطرح کنیم و در چه موردی مورد را بیان کردن تایتل را اعلام کردن که چه خواهیم گفت اما از موضوعات روز هم نمیتونیم ما پرهیز بکنیم یک چیز طبیعی است کشورها و قدرت‌های فائقه جهان من جمله چین روس انگلستان فرانسه امریکا انتخابات این کشورها دو حالت داره دو یعنی تأثیر یکی تأثیر در داخل خودشون حال زوری حق رای دادن داره ایشون متأثر از این انتخابات خواهد بود ما این حق رو نداریم اما چون اینها تکلیف هستن در سیطره عالم متأسفانه امروزی اینها خیلی نفوذ دارن در اون قسمتش ما هم روش متأثر هستیم یعنی اثر پذیریم در اینجا بعد میگیم دست میزنیم به یعنی بحث میکنیم روی مسئله که آقا میگید خانم کلینتون یا آقای نمیدونم ترامپ من میگم بنده حدس میزنم آرزو میکنم و تقریبا احتمال میدن که آقای ترامپ برنده بشه آرزو هم میکنم خب این دلائلی لابد میخوام بگم دو تا سه تا دلیل این که برای خودم دارم بیان بکنم این موضوع روزه دیگه برحال نمیتونیم ازش فرار بکنیم بگم آقای سرمی جان شما فرمیدید نول میخوایی باشید این زمین از بسی که واقعا به اصطلاح مثبت و منفی انسان دیده میگه حالا بهتره دلش کنه البته من هم معتقد هستم هیچ که هم به رأی و رأی دادن چون رأی هم برای خودم ارزش داره به هر کسی من رأی نمیدم ناسه کس میستن که رأی دیدیم به همین دلیل کابار مطلقا به جز یکی دو موردی رأی نداد در کل زمین خب حالا فرض میکنیم یک کسی معتقدی به رأی دادن باشه چرا رأی ندی؟ به کس سبک سنگین کنی حالا که دست و بازمونه بستن گفتن بین این دوتا ارز کنم رزیل یک نفرشون انتخاب کنیم و انتخاب کنیم انتخاب کنیم یک ترامپ از طبقه 80 طلانشان آپارتمان آنچنانش میخواد بره طبقه اول میشینه خانمش گفت اصلا شد من نیام اونجا
مالی و جایی نداره، پول فراوان، جستش عالی، در قدیم هم بوده است، خود اینا مجلبه است دیگه، یعنی وسائل جلب جنس مخالفه دیگه. اگه بخواهیم این کار کنیم باز دوچار جیغه بنفش زمانه شدیم. نوع واقعیاتیست عملی، کاری هم نداره کی بخواد چی جور قضاوت بکنه. پول که داشت، قدرت بدنی که داشت، زیبایی نسبی هم که داشت، ستاره هم که بود، همه کار ادان کارهایی که در غرب مرسوم است میتوانسته انجام میده. هر کی هم این کار کنه داره حاشیه میره. آیه سربی اون کسی که در جلسه دوم این مضحکه و مناظرشون داره میکرد چی بود اسمش؟ اون آقای میدونم سیاه‌پوسته مطبعاتی کار نداره. بله. ایشون میگه آقا شما بوسیدی اون خانم خجالت میدید کشین شما. آهان آقا برو چیزو میگین اندرسون کوپر، اندرسون برو آقا فی کاره برو شما مگه مخاطبینید بچن نشستن اونجا نه که خجالت نمیکشه. میگه بوسیدن جور میداره پولشم میدم میرم وکیل میگرم میرم اون کمون شده را. در جامعه معنوی خجالت داره، در جامعه میکنه چه خجالتی داره، خیلی کار مهم ترشه میکنه. لحیمه یه عرض کنم لعنتی و عرض کنم لعینش رو نشان میده، همخوابی میکنن. این چرتی ها چیه که آقا خجالت نمیکشین؟ آقا نمیدونم شما این کار کلی آنها اخیرا با دیگه خانم میگرم سینه منو گرفته. خانمشم که ماشالله آمد حد به حساب ریزن که بابی خانم رو دارم سراغشون رفتن. عقلا اینو ایجاب میکنه، عقل عملی هم این رو ایجاب میکنه. هر کسم بخواد این کار کنه به نظرم یک کمی کم لطفی کرده، پول داشته، امکانات داشته، موقعیت داشته، پیشم رفته. خب پس عقده جنسی هم نداره، اما خانم کلینتون میتونه داشته باشه، چون بدایی در تحقیری که کلینتون ایشون رو انجام داد. آیون وقتی یک مردی خطا رفت، تنها نیست که بگیم ما خطا کرد، این تحقیر زندگی شو کرده. زن و ناموس و زندگی خودش رو تحقیر کرده. کو کسی که حالا به این رسیدگی بکنه؟ کو تا قدرت این خانم کلینتون ظاهر نمی کنن. کدام دلیست که اون مسائل رو ببینه و افسرده نشه؟ اینا رو میداریم پای شجاعت نقربون. اینها بسیار هم در این موارد عقده دارن، به موقع خودش میخوان جبران بکنن. انسان هم دیگه، انسان حیوان رو متفکر، فقط تفاوت شمید. بنابراین من باید اینجا بگم، بگم آقا اگر واقعا منده حق رأی میداشتم، حق رأی ندارم ولی حق آرزو داره، من آقا ترامپ بشه، چرا که نشه؟ چرا که نشه؟ از همه مهمتر باید به شغال نمیده، به علت ثروت زیادش اصلا همین مطبوعات توی افار تحلیل نمیگیره. به همین دلیل دارن بهش مخالفت میکنن، به همین دلیل میدونن اگر بشود رأس کار خیلی بایدی دماشار جمع و جور بکنن. خب وقتی من اینها رو نگاه میکنم میرم موضوع روزه. درسته که من رأی نه اهل رأی دادن هستم و نه میتوانم رأی بدهم، لیکن در دنیا که تأثیر داره. به خانمی رو شما با اون صدقه، با اون ارز کنم سابقه، با اون مسائل میخواییم بیاریم بذاریم که چی؟ ترامپ دوچار جیغ بنفش دلانه شده در جامعه امریکا. اگر نه لیاقت، قابلیت در روحیش به صد اصلا لوکا بریزن قابل مقایسه نیستن با این خاتون، با این خانم. یک نفری میاد میگه یه خانه من میگه آقا این خجالت نکشید، این دست به آلت تناسلی. گفتم خانم توبه کن، این گونه خانم هایی که در دور و بر اون هستن اصلا اسم نبرید بگید آلت تناسلی، اینها آلت تجارتی است. این بابا یک بچه نه ارده تاله، چرا میگید آلت تناسلی؟ آلت تناسلی خانم ها، بانوان، آقایان محترم و خانواده دوستی دارن که تولد کردن، تناسل کردن، بچه متین تربیت کردن، تحویل جامعه بشری دادن به هر دینی، به هر ایمانی، به هر کشوری، خادم مردم و ملت و دنیا شدن. اون را میگن آلت تناسلی، نه آلت تجارتی است. آقا دست میزنه میگه پسر کارتا بدید،
دو سال میره نمیدونه با فلان آرتیست ازدواج میکنه بعد میگن طلاق دادن جمع میدین. این حالت تجارتیست، حالت تهاجمی، حالت تناسلی. چی آقا جناب سربی، این مسائل میاد میزنه تو اصل موضوعی که ما میخواییم بگیم. چرا؟ برای که موضوع روزه نمیتونه انسان بر نکنه. چون ما که ازم موضوع رو دیم که مبلغ مسئلی که نیستیم، که خدای نخواسته. به هر حال خیلی از آن کسانی که قمپز سیاست در میکنند و میگیرن میشینن، اگر انسان بیشتر در جریانات و در سازمان ها و در حرفه‌هاشون نباشیم کمتر نیستیم. اما از جایی که انسان میگه گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جایی نرسد فریادش. چون به هر حال کار به دست دوگران و زورمندان و مافیای پیچیده ی جهانی است، بنابراین میگه انسان آقا بذار هر غلطی میخوان بکنم بکنم. بادا با زنده و با آقای سربیا خود بنده که میگه ما رأی نمیدیم، بریم با دنبال کار زندگی خوده، بذارین هم سر شما هم دموکراسیشون برمشه خوش باشه، ولی دیگه تحلیل رو که میتونیم انجام بدیم. آقای نمیدونم اون بر دنیا میاردشون مرشد و مرشد بچه روی اونجا صحبت میکن. من شنگه میشونم که دین از سیاست جدا است. آقای چرت و پرتا چی میزنیم؟ دین تا 3 متر بالا سر اعضای کابینه خودتونه گرفته. چی دین از سیاست جدا است؟ معنویت سازنده انسان هاست. یک دانشمند، یک آدم سائس، یک آدم سیاست میداره معنوی، نیکسون رو یادتون میاد؟ خیلی از رؤسای جمهوری داشتن. زمانی که خانمش فوت کرده بود اصلا گفتن کمر نیکسون شکست، از دست گریه کرد و به 1 سال 2 سال بعدم نکشید. خانواده پرور، خانواده دوست، محترم. حالا بازی های سیاسی هم در قرد سیاست حلال است، کارهای سیاسی، چون سیاست اینا بر مبنای شیطنت دیگه، سیاست معنوی که ندارن که. اما به تمام سجایای اخلاقی وقتی شما نگاه میکنی، اینها خودشون مسجل کردن. اگر یک زمان یک رفاقتی با محمد رضا پهلوی داشته میگه وقتی خودشون ماینده مثال توجه داشته باشن دوستان که در مجموع معنویت و عرض کنن پرورش معنوی خوشبخت کننده بشریته، نه اینی که بگیم حالا یاروی تبلیغ نمیدونم دین مسیحی میکنه، دین نمیدونم کلمی میکنه، فرقه بهایی میکنه. ما کاری بیه حرفا نداریم. اگر هم صحبتی هست، اگر هم بحثی هست، اگر هم حرفی هست، که خب انسان خیلی خوب میتونه بشینه صحبت میکنه. 80 نفر اقلن هر دم بودونی کنی که آدم اتیست بی خدای زد و خدای زد دهدیان میامدن با امام جعفر صادق بحث میکردن. 5000 نفر هم آدم از خانم افراطی در محفل ایشان بود، نه توهین میکردن، نه ادعای میکردن، نه حد میزدن، دلالت میکردن. در آخر هم ایشون بابا خدا شما رو به آرکیل بیاره بفرمید بریم. بحث و مباحثه راهش باز است، بدون توهین، بدون عرضم به حضورتون که با قول خودهامون و قدیمی ها قمپز در کردن، بدون این که آقا من اینم، من اونم، من دونم تلویزیون فلان دارم، من سابقه 40 سال نمیدونم بویندگی فلان دارم، تلویزیون اینا، اینا رو بریزین کنار. آقا سعی کنید معنویت رو در انسانها تقویت کنید برای بهبودی انسان. ما هم آقای سوری به اندازه خیلی خیلی مختصر اصلا به حساب نمیاد در عالم و بیاموزون سایه اصلا صفحالی از معلومی ریاضی خیلی قدیمیه کتاب نیست در تهران بودن و ما کرم شدتاب 4 میلیمتر خود مینه روشن بود. ولی یادتون باشه اگر 2000 نفر 4 میلیمتری روشن بکنن چه نوری خواهد شد. با لغتهای مفتدح فمینیز، با صحبتهای غلط‌انداز حقوق بشر، موضوع بشر دوپای نادان، یه که میگیم نادان نسبت به عقل کل جهان است. نیاییم بچه های خودمون رو اقفال کنیم، برای که همزمانی که این طرف دنیا این کار را میکند، ادهی هم در پاکستان، ادهی هم در
بچه های دیگر بچه های محصول رو میشونن یا الله شروع کردن به قرآن خوندن و آنگونه ای 24 ساعتی و منجم دل افکاری درست میکنن که میبینی چه به روزگار انسان ها میاد تحت عنوان این انفجار توی مسائل. که از دوستان باهایی میگم یک نفری بیاد بگه ما جرممون چی هستش، بنده با عرض احترام به ایشون گفتم آقا شما جرمی نداریم، چه جرمی، چرا نشستیم این بیاده که جرم ما، شما جرمی نداریم، جرمی اگر کسی داشته باشد میگیرن پدرشان در میارن، کما اینکه میگیرن و پدرشان در میارن، در همینه جرمی اگر کردن میگیرن نسق ما را میکشن، شما جرمی نکرد، خوش دنیا خود که بگیر ما جرم کردیم، چه جرمی، جرمی صدها فرقه هستی که دونم بالاش قهنه مثلا گوه بحث و دلالتی میخوایید، مناظره ای میخوایید، شرایطی دارد مناظره که این شرایط به موقع خودش گفتار میشن، هر دلیل چیز تأمین جانی است، هر که را اسرار حق آموختن موه کردن و لبش را دوختن، شما خیلی چیز از کلان نمیتونید در اروپا و امریکا دهنتون رو باز کنید به دلائل مختلف، بنابراین نخواهید که افراد بیان در ملع عام در مدیا بنشینن و با شما مناظره بکنن، بگویم آقا اوکی عرضم به حضورتون که لکم دینکم، از برای شما دین خودتون، ولی دین برای منم دین خودم، در نهایت احترام، در نهایت فرق مدارا، 500 هزار نفر در توی ایران باهایی میگن وجود دارن، هم هم دارن زندگی میکنن، بالا پایین کم زیاد کاری نداری، فقیر دارن، بیگیزدن دارن، بی عدالتی دارن که نسبت به همه این مردم هست، چرا گنده میکنین مسائل ها؟ آقای سربی این مسئله رو اجازه بدین من در همینجا به عرض دوستان برسونم، یک روز یکی از دوستان من از امریکا گفت افشارا یک آقای آمده، البته این شخصی که دوست من بودش سبقه مذهبی داره، یکی آمده به من گفته فلانی نمیشه کاری بکنی که کسی رو نداری در توی ایران، که من وقتی زمان رفیق چند سالی یک دفعه دو دفعه میرم توی ایران، میرم ایران بگیرم بکننم زندان، که من اصلا شک شدم این چه سوالیه، این چه حرفیه، همه میگن گفتم آقا چیه برای چی بوده این چی دیگم دلم بخواد مثلا حد نزدیک ببینم فلانی حرفا بود، موردی مشابه خودم برخورد کردم، حتی میگفت حاضر هست میگرد پویم بگو کسی که کار رو بکنه تو ایران بدیم. آقای سربی هستن کسانی که من حتی به رأی العین میشناسن، ولی خب که سوقی به کاری نداریم مثلا چیزی نداری، اینها آقا میدونید میلیارد ها دلار سپرده ها و پولای ایران در اختیار امریکاست، طرف بلند میشه میره در اونجا اینو میگیرن، سه ماه دو ماه ده ماه یک سال شیش ماه میره توی یک زندانی، سبحان الله که وقتی هم در میان ماشاءالله روشان گشاده تر خنده هشان قهقهوارتر، ما داشتیم که خاتونی بود یک خانه بود در همین کانادا اتفاق افتاد، بعد که شما کاشف فهمن بیارید میبینید این بابا میاد میره در اونجا چهار ماه شیش ماه هشت ماه میره تو زندان، بعدش میاد اینجا تار ری بلند میشه میاد توی امریکاش میگه آقا بنده از نظر روی ایجور شدم از نظر کمر اونجور شدم انجام رو خساره، این دادگاه های عرضم به حضورتون که لگالی و پارالگالی و نظر لگال بازیشون هم که میدونین دیگه، میگن آقا راست میگن الا چرت انجام میدون 60 میلیون 100 میلیون بسته به نوعش به یارو غرامه میده 2 میلیونی میده به اون طرفی که اون کاری کرده براش پالش میزه پیچی بشه، وقتی انسان از معنویت سقوط کرد نو پرابلم where is money is coming from، این پول از کجا داره میاد، توجه داشته باشی معنویت کاری میکنه، معنویت یعنی اعتقاد به یک خوبه ای که من بدانم آقا اگر اینجا هیچ دوربینی هم نیست، هیچ مسئله هم نیست، دزدی اگر بکنم میگه یک جزایی بهت خواهند داد که ندونی کجا در میاد، اما نه الان نه پلیس، و وقتی این در انسانها تقویت شد میشه خلق ثانوی،
حالا باید یک آقای برداره بگه آقا 50,000 تا کشیشی که فلان کرده بکنن. آدم خطاکار، آدم بی ایمان، آدم نترس از عقاب و تشویق خدا فراوانن. اینا هم بلاش دید را کائناتی کنیم، در دنیا بکنیم، مسائل رو بررسی بکنیم و آنگاه دست به قضاوت و دست به تصمیم گیری و پس دست به عمل بزنیم. دوست گفته چون نیم کردار نیست، کار با سعی از نی با ادعا لیسلیم انسان الا ما سعا، انسان با سعی و کوشش انسان. اما در آخر کار میگیم خدایا راضیم به رضای تو، من کارم کرده، سوروی کارش انجام داد به احسن وجه، به اون قدری که عقل و شعور و معرفت و علم و دینش بهش آموخته و اجازه داده، باقیش به خواست توست. کجای این تربیت ایراد داره؟ به هر حال جناب آقای سلبی شما مسئله فرمودید، گفت به میثاق الکلام یا جرب کلام هر حرف را آورد. اگر اجازه بفرمایید نسکی ده دقیقه یک رو دیگه برکستش، بنده دنباله مختصری از بحث خیلی مختصر بنده این رو ادامه بدهم و اگر تا همینجا حضرت عالی ارشادی فرمایشی گفتاری مسئله داریم برای که یک به اصلاح دقیقی هم ببنده آن چرا بدید بفرمید بنده مستفید بشه. نه من سوالی ندارم، گوش میدم و یاد میگیرم. بفرمید. بسیار عالی. ادامه میدید. خب دوستان یادشون هستش که من در هفته گذشته به حضرتشون رسوندم که انسان به قوت بالغه الهیه به دید ما و به دید عرض کنم انتر پرستان، به قوت بالغه میمون انتر هرچی که هستش، قدرتی دارد که این قدرت ازش میگن قدرت در راکه عرضم به حضورتون که یازده این که در این نقش میگیره، اشکال هرچی که باشد و ببیند، البته مثل آینه محسوسات را منعکس میکنند در ذهن، محسوسات و معقولات. محسوس را گفتیم چیزیست که با یکی از حواس خامس قابل درک باشد، معقولات ماورای آن است. بگذاریم بعد از اون ما گفتیم هر مسئله‌ای رو که بیان میکنیم یا تصور است یا تصدیق است. تصدیق نسبت چیزی بود به چیز دیگر سلبن یا ثبوتن. اینا چون یادآوری است یه مثال توضیح زیاد نداریم براش، و تصور ماورای آن است. و بعد گفتیم آقا توجه داشته باشید که اجازه بفرمید از اون گوش خارج نشویم، چون اینا فرشتنش در همان مبنا پیش برن. خب رسیدیم تا اون جایی که گفتیم ما سه نوع تصدیق داریم، تصدیق عملی، اتصالی و انفصالی که توضیحاتش هم دادن در اون مورد. و توجه داشته باشیم که چون تصدیق لازمش نسبت چیزیست به چیز دیگر سلبن یا ثبوتن، یعنی اثباتن یا نفیان، در سه تصور موقوف می شود. یعنی هر تصدیقی باید سه تصور داشته باشد. بسیار شنیدید چه باشد که می دن یارو تصدیق بلا تصور داد. تصدیق بلا تصور مفتزه است، اصلا معنی نداره هیچ. بنابراین در هر تصدیقی سه تصور لازم است. تصور اول بهش می گن منصوب الیه، الیه با الف، یا محکوم علی. مثلا وقتی ما میگیم حسن ایستاده است، در اینجا حسن میشود منصوبون به. دومش منصوبون به یا محکومون به، همون ایستاده بودن. ایستاده خودش یک تصور دیگه، وقتی میگیم ایستاده تصور داریم که یعنی چی، شکل میگیرید. خب اینم شد من محکومون به یا منصوبون به. و سوم هم نسبت ربطیه است که است است یا نیست است. بنابراین ما میبینیم که هر تصدیقی که میخواییم انجام بدهیم بر سه تصور چی هستش؟ موقوف و متکیست. یعنی یادتون باشه که این تصورات شرط تصدیق هست.
جزء تفکیک نیستن. حالا زیاد من دیتیل منطقیش نمی کنم، برای که یکی از دوستانم اتفاقا به بنده اظهار عنایت فرمودن، فرمودن چند سی قفت فرمودن روز بعدش که فلانی قدری در بحث عمومی این مشکل سنگین میکنه، گفتیم سعی میکنیم رقیقش کنیم. گفتن بنابراین ارزم بودیم بر هر کسی که سه تصور لازم است. بعد از این نکته آی سوربی تازه میدونم که من نوع تصورات رو بگم. تصور بدیهی داریم و تصور عرض کنم که علمی یا نظری داریم. تصور بدیهی چیزی که درای این تصور فکر اندیشه لازم نیست، مثل مثلا ارزم بودیم برودت، حرارت، سیاهی، اینا لازم نیست فکر اندیشه بکنیم. اما تصور جن، تصور ملک، تصور ارزم بودیم خدا، تصوراتی این کنه، اینه بشمین تصوراتی که برای آنها اندیشه و فکر لازم هست، اینا رو بشمین تصورات نظری. حالا بعد خواهیم تصورات نظری از تصورات بدیهی عاید می شود به شرطی که همینطور هم هست برای تصدیقات. شما ممکنه بگید آقا تصور ارزم به حضورتون که تصدیق چجور داریم، اونم تصور تصدیق دو نوع هست، تصدیق بدیهی و تصدیق نظری. تصدیق نظری اینی که مثلا صالح موجود است، صالح موجود است، لازمش اینه که شما فکر بکنید، یا عالم حادث است، این لازمه که روش فکر بکنید. ولی تصدیق عرض کنم که معمولی یا بدیهی همان تصدیقی است که بگیم آفتاب روشن است، برای این دیگه لازم نیست با فکر و اندیشه به کار بگیریم. همون گونه که در جلسات قبل گفتم دوستان عزیز، تمام این مفاهیم الفاظ و لفظی که ما داریم تحت عنوان منطق کلامی، اینها عیناً در ریاضیات داریم. منطق ریاضی یا منطق سمبولیک از مهمترین برجسته‌ترین رشته‌های ریاضیات هستش. ما داریم منطق کلامی رو توضیح میدیم که بعد بتونیم به اصطلاح جمعیت خاطری برسیم که وقتی ما مقابل صحبتی بکنیم درباره مسائل از کنم خصوصاً فلسفی و ما بعد و طبیعی یک اهرام اولیش به نام منطق خیلی مقدمات گیره آشنا باشیم. اول جور داشته باشیم تصور نظری از تصور بدیهی عاید می شود. چگونه؟ یکی دو تا تصور بدیهی رو اگر پیش هم بگذارید یک تصور نظری یعنی تصوری عاید می شود که قبلا نداشتید. آقای سوربی من از جناب عالی خواهش میکنم که شما تصور حیوان رو داشته باشید. داری دیگه به محضی که لفظ به کار میاد این تصور میاد پیش، یعنی شما اومد بله خیلی میگوییم عرض کنم متفکر را هم در نظر بگیرید. تصور متفکر، این تصور هم آمد دیگه، متفکر یعنی چی؟ کسی که فکر میکنه آفر. یعنی فکر کرده یا ناطق. شما بگیرید حیوان رو تصور کنید، ناطق را هم تصور کنید، این دو تصور بدیهی رو بگانیم پیش هم، چی آید میشه آقای سوربی؟ حیوان ناطق. حیوان ناطق من. این حیوان ناطق که جمع دو لفظ است چه تصور جدیدی معدی شد داد به ذهن شما؟ یعنی حیوانی که میتونه صحبت کنه. نه حیوان ناطق، نه برحال حیوان ناطق تصور سلاسه میده تو ذهن شما، حیوان نگه صحبت داره. ما حیوان ناطق یا حیوان متفکر، به همین دلیل اول متفکر رو گفتن، حیوان متفکر تصور جدیدی تو ذهن میده به نام انسان. ما نداشتیم این تصور رو، یعنی که ممکنه خیلی ها نداشته باشن. وقتی میگن حیوان، وقتی میگیم متفکر، جمعشون میکنیم پیش هم میگذاریمشون، یک تصور جدیدی میاد. حالا یکی درکش میکنه میتونه، یکی نمیتونه. اصلا تفاوت انسانها در همین است، تفاوت تفکرات در همینه، مسئله مهمی نیست. شاید یک کسی اصلا نتونه کوچکترین جمع تفریدی بکنه، ولی کلاغ تا عدد چهار
جمع و تحریر میکنه، اینو روزها ثابت کردن. برای اینی که خط کلام هم بشود فعلا، این مثال رو میگم برای که مطمئنن جالب خواهد بود. کلاق تا عدد 4470 مرتبه این تجربه رو کردن و جواب مثبت گرفتن. کلاقی در ویرانه ای بچه گذاشته بود، آمد از اونجا بیرون بره قضا بگیره، رو اون درخت روبرو نشست، یک نفر آدم رفت اون خرابه. این کلاق مادر نرفت در خرابه تا این یک نفر آمد بیرون. به محض بیرون آمدن کلاق رفت در تو خانه. روز بعد یا ساعتی بعد دو نفر آدم رفتن در داخل اون خرابه. کلاق روبرو که نشسته بود رو درخت، یک نفر از اینا بعد 5 دقیقه آمد بیرون. کلاق نیامد داخل این آشیانش بره در اون خرابه. اینقدر ایستادن این آدم که آمد بیرون، کلاق رفت در داخل. این عمل تا 4 تکرار شد. این روز بعد 3 نفر رفتن 5 دقیقه 10 دقیقه یک بار، یه نفر اومد بیرون تا 2 نفرشون، یکی اون باز هم نرفت. تا روزی که 5 نفر رفتن 4 نفر تک تک آمدن بیرون، کلام وارد خانه شد. 470 مرتبه این تجربه انجام شده. میگن 12 مرتبه خلاف این بوده، حالا بعد 4 بار مثلا بوده یا بعد 6 بار بوده مثال، ولی میانگین این شده. میپذیرن که کلاق با عدد 4 جمع و تفریق میکند. ممکنه یک جایی باشد در یک قبیله های انسانی باشد، مثلا جمع و تفریق یک و دو رو نتونه انجام بده. اینجایی که ما بگیم حیوان رو میذاریم، متفکر رو میذاریم، از این دو تصور، از این دو قول شارعی یک چیز جدیدی حادث میشود به نام انسان، این دیگه همون قدرت فکریست. اگر میگن بابا یک کسی فکور است، یک کسی نافکور است، یک کسی جلوتر است، یک کسی عقبتر است، از همین جهان ناشی میشه. هر حال امروز بنا بود این دو سه مبحث باقی مانده تا دلالت که خیلی به درد کار ما میخوره صحبت بشود، باز هم تمام نشد، کشیدیمش فرضاً به حضورتون. جلسه بعد که دو سه مورد دیگر را هم بگوییم که بعد که میگیم آقا دلیل بیاری، طرف نگه چون آقای من گفته به من، نگه چون تاریخ ابن بطوطه ایره نمیشه، بدانیم که دلیل چه معنا دارد، چه نوع دلائلی داریم. وقتی انواع دلیل را گفتیم، دیگه ما سند نمیاریم به جای دلیل، بگیم آقای چون گفتن، اونشون اونجور گفتن. دلائل طبیعیه، دلائل عقلیه، دلائل وضعیه را زمانی که تبیینش کردیم صحبت کردیم بهتر میکنی باید صحبت کنید. من تصور میکنم که باید وقت به پایان رسیده باشه، چند دقیقه باشه. بله دیگه بگه باید متاسفانه خداحافظی کنید، چون ساعت 4 با آقای ارشاد خواهیم. ممنونم. برحال بنده ممنون هستم از شما، ولی همیشه بعد از ساعتی عرض کنم که ختم جلسات ساعت 3 بکنید، شما ساعت 4 برنامه ای دارید، ما هم انشاءالله اون برنامه رو گوش میدیم، ولیکن برنامه ما مزاحم ساعت 4 شما نباشه. خواهش میکنم. ممنون، متشکرم. تمام شد قربان. بله بله، خیلی ممنون. سلامتی دارم براتون. ممنون. فقط هم به دوستان بگم که اگر پرسشی براشون به وجود آمده یا نظری دارن، شماره تلفن شما هست 905 737 5158. بله. ایمیل شما هم هست info@kaveacademy.com. امیدیم که من تا یکی دو ساعتم الان هستم، ولی مثل که یا مردم گرفتارن آقای سربی جان، یا اینی که به هر حال برد حرفهای ما نه چیز دیگر کم است. انشاءالله که همین کارا درست بشه. ممنونم از شما. خیلی خوشحال شدم. هفته خوبی داشته باشید. شما هم همینطور. به امید. آقای سربی جان یادم شده از کنم. بفرم. من روز چهار شنبه آینده تا روز یک شنبه یک سفر خارج از کانادا دارم. بله بله. همین اطراف. بله. کاریست. ارزم به حضورتون برای جمعه آینده من از دوست عزیزم آقای دکتر نصر احمدی خواهش کردن که قبول زحمت کنن با تلفن این ساعت 3 تا 4 ما رو هنگل کنن. بسیار عالی. پس هفته آینده با آقای دکتر نصر احمدی خواهیم. آقای دکتر نصر، چون من نیستم و میتونم برنامه رو ببینم، اما نمیتونم در برنامه شرکت. کاملا متوجه هستم. سفر خوبی براتون آرزو می‌کنم. قبولتون بشم. با
آرزوی بهترین ها رو دارم. ممنونم. روز و روزگار به شما خوش. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای دکتر کاظم افشارها بودیم از کانادا. بریم به ایران و با آقای حسن ارشاد باشیم که فکر کنم برنامه امروزشون بیشتر در رابطه با آقای حسن فیروزی و سه برنامه‌ای که در تلویزیون مردم داشتن. روز روزگارتون خوش، از اینکه با ما هستید ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. مرسی.